سلام، سشن 010 بلک نات بعد از این مدت طولانی غیبت، 4 تا 6 هفته نمیدونم چقدر. آیدین ذوالقدر با منه. الان آخرین ساعت 13 جون، نمیدونم 23 خرداد فکر میکنم بشه اگه اشتباه نکنم. آره 23 خرداد، شنبه 23 خرداد، ساعت 11 و نیم تقریبا، 11 و نیم شب. امروز امشب تو این جلسه، تو این سشن میخوام در مورد دیزاین بازی یکم صحبت کنیم. یه اشاره‌ای قبلا تو ویدیوهای قبلی کردم، کد احتمالا نمی‌نویسیم این جلسه. شاید یه کمی در مورد پلنینگ که کد رو می‌خوایم چه کار کنیم، کدوم وری بریم هم صحبت کنیم، ولی کدی نخواهیم نوشت. خب بذار من یه نوت‌پد باز کنم. خب آخرین تصمیمایی که در مورد بلک نات گرفتم من اینه که بازی اینجوری باشه. من کم صحبت میکنم بعد باید این در موردش بحث میکنیم احتمالا، که یه بازی 2D ساید اسکرولر، المان پلتفرمینگ داره، شوتره ولی بازی اصلی و مالتی پلیر پی وی پیه. یه ارینا شوتر، المان اصلیش پی وی پی بودنه، المان اصلیش پی وی پی بودنه دقیقاً. کمپین و منپین و این چیزا اصلا نداریم، از این کارا مسخره بازی نداریم. لولی که توش جلو بری و این حرفا، ارینا داریم به جای لول و فیچر اصلیش اینه که مالتی پلیر نتورکیه. حالا هر چقدر برسیم دیگه، من فکر میکنم که نتورک رو میشه بهش اضافه کرد، ولی با سرور یا بی سرور. پلن من الان اینه که در مورد اتفاقا نتورکش بد نیست که صحبت کنم در مورد آرکیتکچر نتورکش، ولی پلن من فعلا اینه که سرورش فقط لابی و اینا باشه، این سرور لایت ویت باشه، مچ میکینگ و اینا بکنه، فقط کلاینت ها همه بار رو کلاینت ها باشه، آرکیتکچر نتورکینگش پی وی پی باشه و سیمولیشن بیسد و دترمینیستیک و اینا باشه. یعنی این که اینا چند نفر یکیشون میشه هاست؟ نه نه اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. در مورد نتورک صحبت میکنم، بذار مورد بازی صحبت کنیم کمی بعد در مورد نتورکش صحبت میکنم. حتی خیلی من به نتورکش هنوز فکر نکردم، ولی خب فکر میکنم شدنی باشه اینجوری که تو ذهن منه. بازی کلاس‌های مختلف دارن، احتمالاً کلاس بیسد خواهد بود، تیم فورترسی مثلا تو این مایه ها و فایت. یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که اگر بخوایم فاگ آف وار و ویزیبیلیتی و استلت اضافه کنیم به مکانیک‌های فایتمون، مشکل تکنیکال از این پیدا خواهیم که حالا در موردش تو قسمت نتورک صحبت می‌کنیم. ولی به هر حال میتونید تو ذهنتون مثلا سامورای گان یا چی بود اون یارو، برو فورس مثلا، برو فورسی که پی وی پیه اینجوری تصور کنیم تو ذهنمون، درسته؟ پس بزنم اینا بنویسم 2D side scrolling PVP shoot پی‌وی‌پی شوتر، درسته؟ آنلاینش هم نمی‌نویسیم. ما از اول رو آنلاینش کار می‌کنیم یا اول لوکال با دیدگاه آنلاینه؟ دیگه من نتورکی می‌بزنم، باید آب شو بزنم. نتورکیه دیگه بازیم. احتمالاً خیلی اینترنتی، مخصوصا برای اینترنت ایران نخواهد بود، اینجوری که مثلا هر 30 ثانیه یه بار اینترنتت کلا قطع شه و هر ثانیه سه بار اینترنتت کند و تند بشه، احتمالاً این کارا رو ساپورتش نخواهیم داشت. بات میذاریم توش بجاش، ولی ساپورت جدی لن توش میذاریم، یعنی اینجوری نخواهد بود که مصنوعا لن رو اینهیبیت کنیم که ملت نتونن رو لن بازی کنن، رو لن بشن مثل پلنگ بازی کنن. ولی کن اگر فرصت کنیم، یعنی هدفمون اول لند خواهد بود. لوکال هم از من اول فکر کاملا بدون موس مثلا تاور فال مثلا چیزی که تاور فال هم دقیقاً خیلی بود. تاور فال یه مکانیک چیز داره، یعنی یکی از کنترل، یکی از اسکیمای کنترلش کیبورد، بخاطر اینکه فیکست ایم، یعنی فری ایم نیست، میشه با کیبورد بازی کرد. خب شوتر رو خیلی، اونم شوتره البته، ولی شوتر جدی اون وقت شوتینگش چیز میشه. تاور فال نه با گیم پد چی؟ حالا بهش فکر میکنیم، ولی
وقتی نت وقتی لن داشته باشی، یعنی نتورکی داشته باشی، آنلاین حالا داشته باشی، لوکال ساپورت کردن خیلی سخت نیست. ولی به هر حال مسئله اسپلیت اسکرین و این چیزا یه ذره جدیه. اسکرین اگه سینگل اسکرین باشه، یعنی که اسکرول نکنه، یا مثلا نه 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 من نمیخوام، یه چیزی است ساید اسکرولینگ، یعنی که سینگل اسکرین نیست دیگه، یعنی اریناهامون بزرگتره دیگه. صفحه اینجور نیست که مثل تاورفال یه صفحه است، سامورای گان هم یه صفحه است، درسته؟ سامورای گان یه ذره بعضی لولش از یه صفحه بزرگتر میشه، ولی یه کلکای میزنه که بتونی همدیگه رو ببینی. خب اوکی، به هر حال من ویژنم اینه که این کارو نکنیم ما، یعنی اریناهای بزرگ داشته باشیم که بتونن جالب باشن اریناهامون. الزاما خاص فاز از اسکرولینگ نمیاد جالب بودن، از رندومنس و چرا چت بازی و اینا خیلی مهمه. نه من مثلا مود گیم پلی تارفال آپدیت جدیدش مود داره. تارفال من آخرین بار 6 ماه پیش نوازی کردم. مودیفایر داره، مثلا میگه با هم که می‌خوایم بازی کنیم، تیمی که مثلا الان چه می‌دونم کلا سیاه صفحه، یا الان مثلا تیرایی که تو خودت یعنی تو خشابته، تیرای اسباب بازیه و تیر از صفحه جمع بکنی حتما اونا رو بزنی. همون اونا گیم پلی عوض می‌کنن. یعنی اسکرولینگ واقعا مثلا اگه بخوای چیز نداشته باشی، به نظر من اگه پی وی ای نداشته باشه، یعنی مثلا یه سری هم مینی نه اونا رو بزنی فایده داشته باشه نداشته باشه، اون اگه نداشته باشه فقط با هم باشی، اتفاقا فضای بزرگ بعده، چون تراورس کردن میخواد، بعد وایسی از این تحویر تیر میزنی تیر نمیرسه، تیر نمیرسه که مثلا اسکرین رپینگ که اضافه میکنه تاورفال خیلی فان کرده، مثلا از اینور تیر میزنی از اونور میزنی، از پایین تیر میزنی از بالا میاد. خب بازیمون اونجوری میشه تاورفال دیگه. نه نه منظورم اینه که اسکرولینگ الزاما اضافه نمیکنه، من نمیگم نذاریم، ولی میگم که گارانتی نمیکنه چیزی. ضمنه که به نظر من لوکال مولتی پلیر خیلی چیز جدیه تو بازیه، چون مثلا تو ایران پینگ و اینا که اصلا نداریم، 3000 ماش. خب باشه لن همیشه میتونی بازی کنی. ببین هدف از این بازی این نیست که یه میلیون نسخه بفروشی، هدف از این بازی اینه که یه چیزی بسازی فقط. نمیخوام بازی بدی باشه، عمدن نمیخوام بازی بدی باشه، ولی خب بذار ویژن اونو بگیم، بذار من بگم ویژنم چیه. ویژن من یه بازیه دقیقاً اسکرولینگ صفحش، تیم بیسته، یعنی ایده اینه که مود اصلی بازی فری فرال نباشه، تیم بیست باشه، کپچر دی فلگ باشه مثلا بازی 2D کپچر دی فلگ، لولو با المانه مثلا تلپورت کردن و نمیدونم دیستراکت کردن انوایرمنت و این چیزا، یعنی انوایرمنت رو تغییر بدی، اینجوری چیز کنیم، وریشن یه ذره اضافه کنیم به ارینا ها، مود گیم پلی. آره ویژن من اینه، تیم بیست بازی 4x4 نمیدونم 8x8 اینجوری، 40x40 بعد چه میدونم، اگه بتونید 7-9 نفر دیگه پیدا کنی که باید بازی کنن، البته فکر کنم کلا 3 نفر این بازی رو بازی کنن، یکی من یکی تو یکی هم زمان دت رندوم دود رندوم دودی بالاخره پیدا میشه که بازی رو بازی کنه، جی رندوم دود. به هر حال ویژن من اینه که چون تیم بیسته، بعد چوک پوینت فلان لول بحال چیز داری، راه مخفی باید آنلاک کنی از این ور لول به اون لول، ترپورتر رو باید کنترلش رو دست بگی، از این چیزا، اینجوری من دلم میخواد، یعنی تیم فورسس کاملا فقط 2D. من اینو بخوام با اون هر قبل نزدیک کنم میتونه چیز باشه، مثلا هورد باد گیرز اف وار، یعنی یه سری انمی حمله میکنن، شما مثلا دو نفر کوآپ باید یه کاری انجام بدید، یه مود تو انترفورت که اضافه شده همین سروایوال میکنن توش دیگه، یه سری بات خیلی خوب داره اتفاقا که جدی بازی سامورایگان هم بات خیلی خوب داره، حمله میکنه، اتک میده، یه ذره داره بعد بازی میکنه، ولی خیلی هم بجاشه تان خوب بازی میکنه. ببین این کارو کرد، این حرفایی که تو داره میزنی فیچرهاش هیچ کدومشون غیر ممکن نیست. خب اسکرولینگ صفحه اونقدر فیچر سختی نیستش که مثلا برای پیاره سازیش انقدر هزینه کنیم که بعد دیگه نتونیم بذاریمش کنار. اگه صفحه اسکرولینگ داشته باشیم گذاشتن کنارش کاری نداره، راحت میذاریمش کنار اگه تصمیم بگیریم صفحه رو فیکس کنیم. تنها چیزایی که تو الان داری پیشنهاد میکنی که هزینهشون زیاده و من دارم پیشنهاد میکنم که هزینهشون زیاده، مهمترینش که نتورک پلی، اگه نتورک پلی هزینه کنیم دیگه چیزی نیستش که بعد بتونیم بذاریمش کنار بگیم خب نه نتورک پلی مون نگرفت مثلا، خوب نبود آفش میکنیم مثلا، این نیست. نتورک پلی داشته باشیم، نتورک پلی داریم که نمیتونیم از نتورک گریزی از نتورک نیست فکر کنم، یعنی جالب ترین جاش نتورکشه، هرچند فیچر خیلی بزرگی، یعنی آخرش ممکنه نرسیم مثلا نتورک و لوکال فقط یه نفره بذاریم از این چیزا. ولی به هر حال یکی دیگه فیچر لوکال هم لگ داره، همون لوکال مالتی پلیئره، حالا اونم از نظر اندازه به ترتیب اندازه نمیگم، ولی به هر حال لوکال مالتی پلیئر اگه ساپورت اسپلیت اسکرین و این چیزا بخوایم یه ذره جدیه، وگرنه اگه اسپلیت اسکرین نخوایم اصلا مشکلی نداره. اسپلیت اسکرین باید ذره فکر کنیم، من بازی اسپلیت اسکرین من تا حالا پیاده نکردم،
بهشم فکر نکردم تا دو پیاده سازیش که ببینم چه جوریه، ولی خب احتمالاً همینجوری به نظرم میاد، چیز عجیبی نیست. رندرینگ دیگه کاری نداره، رندرینگ اونم هزینه‌اش خیلی زیاد نیست. به هر حال تا گس میشه اسپلیت اسکرین های باحال که مثلا میکسبن به هم جدا میشن، اسپلیت اسکرین های باحال میشه با زوم دوربین یه خورده منیج کرد تا یه حدی. مثلا این سوپر ماریو اسمش برالا سریشون کلا اینجوریه، چهار نفر لوکال با هم بازی میکنن، مشترک هم دیگه میذارن کاراکتر معروف مثلا نینتندو مثلا. آره سوپر اسمش برالا، آره اون که میدونم اون مثلا کاراکتری که اصلا دور میشن زوم اوت میکنه دوربینش مثلا دیگه ببین از اون میکنه، بستگی واقعا به بازی داره، میشه با این کار آره درست در رفت. اون زومم اتفاقا چیز خوبیه. به هر حال لوکال ام پی اسپلیت اسکرین رو اینجوری بنویسم، سر اسپلیت سکن میشه بازی. آره بازی اسپلیت سکن. خب دیگه چی؟ دیگه AI، بحث AI رو من کلن دلم میخواد ازش دورش بزنم، اصلا نباشه. میخوام نه اینکه تو بازی ما نباشه، میخوام تو دنیا نباشه اصلا. ولی به هر حال اگه قوانین رو رعایت بکنه چی بازم نباشه. نه مهم مشکل قوانین کنه قوانین از اگزی مفیسی هم داره که اونو بله سوانه روبات هست. مشکل من نیست بشون بشون یه روزی مشکل من با اسکاینت و این چیزا نیست، مشکل من چیز دیگه یه. به هر حال AI من خیلی علاقه ای بهش ندارم، نمیخوام برم سمتش چون دروغه و بیخودیه و روشش هم مشخصه، آخرش هم چیز جالبی در نخواهد اومد مگر اینکه یه عالمه روش وقت بذاریم. ببینم بات تو ورژن این اوپن کوئ و اینا یه سری بات عالی ملت نوشتن. ببین اونها کوئی که 20 سال مردم دارن واسش بات مینویسن که الان خوب شده. نه مهم نیست ما اصلا نمیتونیم بزنیم کوئی این ملت 20 سال کوئی کوئی میاد کوئی دیگه چی؟ فیچر گیمش گیم اینا فیچرهای تکنیکاله، گیم پلی فیچرهای مثل کلاس بیسد. اگه اینا ترمینولوژی بهتری داره به من بگو. اون جورت کام بگو تیم اورینتد موستلی تیم اورینتد رو بنویسم چون برای صرفاً تیم اورینتد که هیچ وقت نخواهد بود. ولی به هر حال یه بحث خیلی جدیشم پیکسل آرت. به هر حال این بازی پیکسل آرت میخواد برای اینکه خوب باشه. آه دستراکتیبل انوایرمنت هم بذار اینجا بمیسه دستراکتیبل انوایرمنت تو این چیزی که تو این بازی معمولا خیلی حال میده اون کیاس کنترل شده است که به وجود میاد و درجه رندومنسی که وجود داره و زیاده. مثلا این دفعه تارفال اینجوری مردم، اینجوری کشتم، افکت کردم میدونی اینجوری میشه این کارو کرد مثلا. خب این ذات مالتی پلیر اینو داره دیگه. آره دیگه یه سری مکانیکای ساده باید بذاری که عمقشون زیاد باشه، یعنی ایزی تو لرن باشه ولی هارد تو مستر باشه. مثلا من با همون فیکس ایمی که تو تارفال دارم که نمیشه مستقیما نمیشه زدگی چون تیره سنگینه میره میفته اونجوری مثلا یه ریپلی نشون میده که تیر از این ور رفت از اون ور اومد و یه ملقی زد مثلا تپ یارو مرد. این چی میگم مکانیکی اجازه این کارا میده، مثلا سافت تیر بزنی همیشه یه تیر نامحدود باشه، مثلا تو 2D که ترورس کردن توش راحته چیز نیست دیگه. ببین یه سری مکانیکا هست مثلا مثل چه میدونم میشه به بعضی کاراکتر رو مثلا وال گراب بکنه یا نمیدونم چه میدونم. آره اینا ببین اینا همه اکستنشن هایی که بعدن میشه رفت، یعنی وقتی بازی داشتیم که توش یه کاراکتر یعنی یه 8 تا کپی از یه کاراکتر داشتیم که همشون یه اسلحه داشتن و همشون شلیک کردن به هم دیگه و تیراشون به هم میخورد و میپریدن رو در ریوار، یعنی خرش جامپ عادی داشتن. یه سلینگ پوینتی میخواد. آره درست نمیخوایم ما اینا لیترلی بفروشیم احتمالاً، ولی یه چیزی میخواد که فرق کنه با بقیه بازی ها. یه مکانیک خاص مثلا ساموری گان تفنگ هم داره ولی مکانیک اصلی اون کاتانا هست، تیر دیفلکت میکنه، بس بلد باشی مثلا خوب باش کار بکنی. این چی میگم یه چیز اینجوری به نظرم بازی میخواد، حالا میتونیم بعدا بهش فکر کنیم، بعدا بهش برسیم در طول پروژه، ولی به نظرم یه چیز خاص اونجوری لازم داره. فقط شوتینگ به خاطر اینکه توی صفحه 2D ایمینگ خیلی کار راحته، کال اف دیوتی چون 3D تو توی یه صفحه باید ایم کنی. خب میتونی اشکال کنی از میکروفون. خب من جبران میکنم. بعد خب بعد ولی تو 2D تو فقط یه ذره ماست بالا پایین میکنی و تیرت میخوره احتمالا به هدف اگه تیر معمولی نرمال باشه.
من با این مشکل رو به رو هم دیگه، چیزی که من دارم درست میکنم یه پروسسوری به همچین چیزیه، برای همین اونجا من این مسئله تیره خیلی مسئله جدیه که چرا مثلا تیره چیکار. ببین من فکر زدن هم دیگه خیلی راحت منظورم میگم قبول دارم، خب خوردنت هم مردنت هم راحت تره دیگه، چون اونم تو رو میزنه بالاخره دشمنت هم که وای نمیسته که. تو تستی که من کرده بودم هم معمولا دو نفر با هم میمیرن، یعنی تیره میخورن تیره میخوره و این میمیرن. اتفاق خوبیه. ولی ببین ایده من لولای جالب کاوردار، یعنی تو طرفو میبینی دیگه، نکتهش اینه که پشت دیوار یارو قایم نمیتونه بشه چون داری از بغل همه هم دیگه رو میبینن و بیشتر یارو کاملا میتونه قایمش بمونه کم کنه دیگه، کم کردن ممکنه، تو همین اونجاست میذاری سرش دیگه، اینکه خیلی کار چیزی نیست دیگه، کار سختی نیست. به نظر من میاد که اون فست پیسته، حالا در مورد هدفش کیل به نظر من نمیتونه باشه، یه سخته برای همین منم میگم که کپچر د فلگ و برو فلگ و بگیر و بیار و اینجوری باشه دیگه. اون وابسته میکنه به اینکه با چند نفر باید بازی کنه، مثلا دو نفر نمیتونه باید بشینن دو تا رفیق با هم بازی کنن، چی میگم دو نفر کپچر د فلگ این چیز نیست دیگه، مثلا دو نفر با هم مثلا پای موشک بازی کنن یعنی با هم نیست دیگه. خب اوکی این که بالاخره خب آخه هدف بازی مون ولگی مثلا چیز باشه، فری فور آل تور باشه، من حرف خودم میدونم دارم نقض میکنم ولی دارم دو طرف قضیه رو میگم، اونم کمک میکنه به اینکه تو بتونی راحت مثلا ورکی بازی کنی، یه روزی مثلا یواشکی فورک کردیم خواستیم بش ای آی بنویسیم بتونی مثلا هدف ای آی که میکشه تو خیرات از ای آی که میخواد بره فلگ رو بگیره بیاره یه تانتی هم میکنه یا روکی گیری مثلا در افتن ولی مثلا من یه چیز اینجوری میخواد، مثلا به جای اینکه تفنگ داشته باشن پورتال گان داشته باشن، یعنی مثلا لول یه سری انوایرمنت هازارد داره خب و ملسه پورتال گان دارن، یه روز زیر پاد میخواد پورتال بزنه از اونجا مثلا پرتی بیفتی بالا بمیری، یعنی این دایرکتلی بکشه مثلا پورتال گان اپرچر لبز اون سراغ اونا. آره فعلا که ابلها گیم آی او اس ساختن پینبال. خب بعد یا مثلا چه میدونم گراویتی گان مثلا تو لول یه سری چیزه بعد پرت کن تو کله یارو. ببین اینا هیچ کدوم حرف منو نقض نمیکنه دیگه، من میخوام صفحه بزرگ نشه، سخت پر کردنش، آخه اون صفحه بزرگ پر کردنش هم لازمه دیگه، بعد یه چیزایی داشته باشی که پر کنی، بعد چون ما دائم هم روش روی این پروژه کار نمیکنی خب میخوام تا جایی که میتونم من کوچیک نگردنم که دوئبل باشه و ترسناک نشه. خب پورتال گان و گراویتی گان که ترسناک تره تا یه تفنگ عادی که تیر میزنه که نه ایمرجنس میاره، نه نه منظورم اینه که ایمرجنس با خودش قبول دارم میاره. قبول دارم بالاخره المان تفنگ ایمرجنس نمیاره، ولی اینکه مثلا چه میدونم پورتال بزنی تیغه رو بندازی تو کله یارو یا مثلا ببین با تفنگ هم میشه بازی خوب ساخت، بازی که فان ساخت، ولی تازه هدف ما اصلا این چیزا نیست، باور کن هر چی رو، یعنی این پروژه آخرش سه سال دیگه یه کاراکتر خواهد داشت که به هوا فقط یه جهت تو تیر بزنه، اگه اینم داشته باشه شانس آوردیم تازه فقط بک فایر میکنه تو مگه خودش میمیره، دکمه رو که بزنی میمیره، نظرم دستش میلرزه ماشاءالله میچک کنه. ولی به هر حال آره تفنگم خرابه، بعضی وقت در میاد رندوم یهو مثلا میکشه بود کلا 30 ثانیه گیم پلی داره. من میخوام یه چیز ساده درست کنیم، مثلا که اون جلسه صحبت کردم با فسی هم بود یاد بیاد، مثلا گنگ براس بود چی بود هم دیگه ریسه بود هم نیرو دیجی میخواستم بنازم پایین، سه موجود لاستیکی بود هم دیگه میزدم، خب نه یه کار ساده یا مثلا فیزیک شل مول فلان اینا ملت حال میکنه، یعنی تو لازم نیست کد خیلی زیاد خفنی بنویسی که گیمر فان بکنی. من نمیخوام آخه کد خاص بنویسم، من میخوام کدی بنویسم که اتفاقا دقیقاً بازی میخوام مینستریم باشه، به خاطر اینکه کد میخوام به درد خیلی ها بخوره و خودم میخوام یاد بگیرم، یعنی اکسپریانس یاد گرفتن تیر زدن عادی خیلی به درد بخورتر از اینه که حالا مثلا گراویتی گان چجوری پیاده کنم، درسته، یا وال کلایم چجوری پیاده کنم، مثلا وال کلایم چیز عجیبی نیست ولی به هر حال تیر عادی زدن، انوایرمنت دستروی کردن، کالیژن عادی، چه میدونم لول اسکرول بره 2D، بعدم بالاخره تو 2D هم تو عمودی خیلی بهتر میتونی کار کنی وقتی مکانیک یه مکانیک جامپ هم داشته باشی، جزء مکانیکای اصلی باشه جامپ، یعنی ترورسال عمودی هم داشته باشی، خیلی اونقدر محدود کننده نخواهد بود 2D بودنش، درسته، چون به هر حال هم عرض داری هم ارتفاع داری دیگه تو 2D، درسته که 3D نیستی واقعا، ولی اکثر بازی 3D هم تو ارتفاع خیلی بازی ندارن، 2D هم 2D هم تقریبا. حالا به نظر من میاد که همین چیز بدون پورتال گان به نظر من میاد که این کور فیچرامون همینا باشه، یعنی یه بازی شوتر معمولی باشه بهتر از اینه که دنبال یه چیز خاص یونیک سلینگ پوینت بگرد.
میتونه اینا مثلا چیز بشه، فیچر اون کلاس ها باشه اینا مثلا. آره آره دقیقا، مثلا بروفورس کلاس داره که نیو امیتریکس مثلا تیرا رو میگیره دیگه برمیگرده مثلا. آره ببین، خب دقیقا میشه این کار کرد، هیچ مشکلی هم نداره، چون کدش دست خودمونه و کد داریم از بیس میویسیم میریم بالا، به جایی نخواهیم رسید که مثلا این کارا رو اصلا نمیتونیم بکنیم. هر کاری دقیقا همونقدی که کد لازم داشته باشه کد لازم داره، لازم نیست بری با انجینت به جنگی عالمه به خاطر اینکه یه فیچری رو که نداره یا یه جوری که پیاده کرده رو بهش اضافه کنی یا یه استفاده بعد ازش بکنی که یه کار خاصی رو جواب بده. هیچ مشکلی نیست که یه کلاسی داشته باشی که پورتال گان داشته باشه، کلاسه فقط پورتال گان داره، بعد یه مودی هم اضافه می‌کنی که فقط این کلاس رو اجازه بدی بیان تو، همه جوشن با این بیان تو، بازی میشه پورتال بیست بس پورتال حالا هرچی درسته. یا فقط ملی دارن مثلا، یه سری کلاس‌ها یه کلاسی فقط ملیه، بازیت کلا ملیه، صفحش هم اریناش هم کوچیکه و اسکرول نمیخواد اصلا. رپ اراوند هم چیز عجیبی نیست، همه اگه پورتال معمولی نه پورتال گان، پورتال کویکی داشته باشی توش، همه این سوراخ‌ها تو پورتال می‌ذاری، از این ور صفحه هر وقت بری بیرون از اون ور در میاد. یعنی این یه مشکل یه مسئله لول دیزاینی میشه، نه سیستمیک تو بازی، میدونی؟ یعنی تو لولی میتونی دیزاین کنی که چیز باشه، سامورای گان باشه مثلا یا تاور فال باشه در تئوری، حالا با یه سری محدودیتای، ولی میشه اون کارو کرد تو همین بازی، یعنی تو اون بازی که تو ویژن منه میشه این کارا رو کرد، به شرطی که اون کلاس رو داشته باشه، کلاسی که اسلحه‌اش یه سری پارتی مود داره بعضی از کال اف دیوتی ها که توش مثلا برای کسیه که دور هم میشینن، مثلا یکیشون خفن کال اف دیوتی است سه تریفاش بلد نیستن با هم بازی کنه، خب اصلا فان نیست دیگه. یه مودای میذارن که پارتی کلا حال کنه، مثلا با هر کیل اسلحه روتیت میشه، اسلحه عوض میشه، روتیشن اسلحه داره. یا مثلا هر کی یه دونه تفنگ داره، یه تفنگ با یه دونه تیر، تیره نخوره نایف باید بود دوی دنبالی رو با نایف بکشی، میشه اصلا کار اینجوری هم کرد باشه. آره 100% میشه، اینا هیچ کدوم نگران کننده نیست برای من. تکشم شد تو اگه گتلینگان رو پیاده کنی، کلت پیاده کردن خیلی بعدش سخت نیستی، همه چی صفره. آره کشامشو کوچیک میکنی فلان، زمانی میتونی میکشه به چرخه هم نداره. آره دقیقا کول چیزی میگن زمانه رواپش هم کم صفر میکنی درست میشه. در مورد نتورک حالا میخوای کم صحبت کنی؟ اتفاقا همین لوکال مولتی پلیئر من روش اصرار دارم، به خاطر اینه که من به خودم به خیلی مشکل میخورم تو اون یکی کاری که انجام میدم، برای همین میخواستم ببینم که اینجا اون کارا رو چیکار میکنه. مثلا شخصا من خودم جالب بود، مثلا یه باگی درایور ایکس باکس داره این کنترلرش که تریگرش مثلا من وقتی میکنه چت میزنه فلان میکنه، این مثل یه خورش باگ فعلی یونیتی الانه. خواستم ببینم که مثلا مستقیم با ایکس این بود کار میکنه، مثلا اینا رو کاماندار چجوری میگیری میدی فلان میکنی، که چند تایی دسته که داری دسته کنترلر هرچی اینا من قاطی نشه. یا مثلا یه مسئله خیلی جدی ترش اینه که وسط بازی دسته قطع بشه دوباره وصل بشه، اینا آیدی ندارن دیگه، یونیک آیدی ندارن که کدوم دسته چجوریه، چجوری اینا رو مپ میکنن. ببین اینا همه مشکلای چیزیه، مشکلای استفاده از، ببین ممکنه مشکل درایور باشه ولی همشون وقتی کدشو از پای خودت داری می‌نویسی همشون حل میشه. حالا ما یه کمی رو SDL داریم ریلای میکنیم برای این کارا دیگه، فوقش اینه که میریم تو کد SDL و کد SDL هک میکنیم برای اینکه اون کاری که ما می‌خوایم انجام بده دیگه. مثلا ولی ساپورت دست وصل کردن و قطع کردن وسط بازی اصلا کار سختی نیست، اصلا کار، یعنی کاملا ممکنه، هیچ مشکلی نداره. این ساپورتش رو حتما میذاریم، ساپورت چه میدونم چند تا دسته دارم اگه لوکال مالتی پلیر داشته باشیم، یعنی من نگران چند تا دسته وصل کردن اصلا نیستم، 5 نفر با هم بشینن دسته وصل کنن بازی کنن، اصلا مشکلی با این موضوع من، یعنی مشکلم این نیست. حالا اگه بحث این باشه که به جای اسپلیت اسکرین با زوم هم پیاده کنیم که دیگه اصلا هیچ مشکلی نداره، یعنی لوکال کوآپمون با آنلاین کوآپمون فرقی نمیکنه. این کوآپ نه، بازی لوکالمون بازی نتورکمون هیچ فرقی نمیکنه. اصلا میشه با سایزه بازی کرد که اصلا اونم نخواد، مثلا یه آبجکت مثلا پلیر کوچیک باشم، لازم نباشه مثلا بزرگ باشم، اصلا نمیافته بگم من بزاشه. میشه این کارو کرد که اندازه کلا کوچیکه، مثلا بامبرمن تو نسو اینش چجوری بود، کلا کوچیک بود همیشه کاراکتر یه تایل بود. اونجوری مثلا میشه تو رزولوشن مثلا بالا مثلا اینایی که داریم الان اونو سپورت کرد بالا، میشه هم داینامیکتی مثلا مثل بامبرمن اسنس همونجوری که بغلا رو میشکونی همونجوری زوم اوت کنی. آره آره دقیقاً، یعنی منم با
با این موضوعش مشکلی ندارم. به نظر من میاد که زوم اوت کردن یه کار قابل قبولیه. فکر میکنم جز پریفرنس های یوزر شاید باید باشه، یعنی یوزر رو یه وقتی نمیخواد از یه حدی بیشتر زوم کنه. جلو سومی هست ها؟ جی رندوم دود. جی رندوم دود چی میخواد؟ تو مالتی پلیر نتورکی دارم میگم، تو نتورکی من یه یوزرم خودم زوم اوت و زوم این میکنم. یعنی نه، برای میگم که مثلا ما بتونیم آنلاین بازی، ولی تو با این کامپیوتر سه نفر بتونن واسه بشن به شبکه بازی کنن، نه که فقط یه نفر باشه. ما سه نفریم. بحث حالا تیم بندی و اینا که باید یه فکری واسش بکنیم، ولی اینم من باش بازم فکر نمیکنم مشکلی باشه. سه نفر رو این کامپیوتر، دو نفر رو این کامپیوتر، مشکلی که زوم پیکسل آرت با زوم یه خورده خیلی فرندلی نیستن با هم دیگه، چون کوچیک بزرگش که میکنی اون وقتی که ایلیسینگ و اینا خرابش میکنه دیگه. خب اونو باید اون چالش رندرینگمون اونم من دلم میخواد که حلش کنم، یعنی دلم به نظر من نمیاد که اونم مشکل بزرگی باشه. نظرم اونم حل میشه از این مزارع به دو چیز دیگه. آره آره، زوم به نظر من حتی زوم نرم میشه پیاده کرد. نمیدونم چرا هیچ کس نمیکنه تو این بازی پیکسل آرتی، ولی به نظر من میشه. یعنی لازم نیست حالا زوم تو میتونی 1 2 4 8 اینجوری باشه. زوم خود ادیتور یونیتی این مشکل نداره، یعنی توش که با پیکسل آرت برمیرم زوم زوم میکنم بلر نمیشه. چی مشکل جدیه دنیا وجود داره؟ خب مشکل ذاتی نیست، یعنی مشکل اصلا چیز عجیبی نیست توی رندر کردن یه اسپرایت، اصلا چیز عجیبی نیستش که تو حالا یه ذره کوچیک‌تر رندرش کنی، یه ذره بزرگ‌تر رندرش کنی. مخصوصا وقتی پیکسل آرتی خب حالا بلاکی شدن که اصلا مشکل بزرگی نیست. بلاکی نمیشه، بلاک خوبه، کوله، چیزه. بله، شما پیکسل آرتی ها دنبال بلاکی شدنی هستی. آره، جگدتر بهتر. جگد الایانس. الایانس هم اسم شما رو باید بزنید جگد الایانس. اسم پیکسل آرتی ها رو باید جگد الایانس. کنفرانس پیکسل آرتی ها رو بزنید جگد الایانس. خوب اتفاقا یه کنفرانس پیکسل آرت برگزار کنیم یا یه گروه جمع بشن از علاقه مندان پیکسل آرت. هستام میاد سو میکنه ما رو مثلا صاحب کنفرانس. یه چیزی برندا برتویت، برندا رومرو رو کلمات بگم، این دیزاینر جگد الایانس بوده؟ چرا من اگر فکر کردم که جزون بوده؟ دیزاینر آره. ویزاردی ایت اینه که بوده سفر. بوده، اونم مال همون شرکت دیگه درسته؟ ویزاردی ایت؟ مال همون شرکت فکر کنم. میتونیم از کجا بگم؟ تو جگد الایانس دو تریلر ویزاردی بود تو بازی جگد الایانس دو، ولی خب حالا مهم نیست. برندر برتویت یادم نیست بوده تو الان میتونیم گوگل کنیم، ولی خب مغازه ندارم بحث بی خودی. اونم من فکر نمی کنم رو بلر کردن و اینا مشکلی داشته باشیم. به نظر من نمیاد اینا مشکلای اصلا مشکلی باشه، ولی حتی اگه مشکلی هم باشه بازم شو استاپر نخواهد. چیز چی این ساپورت برای ماد کردن هست که نمیاد اینا ماد بکنه. آره جی ولی خودمونی شده منتظر نشسته که این بیاد بیرون. آره باشه جی. آره لنارد دوده لنارد یادته لنارد سرگرشاز سیروس سیروس که خب آره لنارد یاد دیگه سه تسکار رو اصحایی میکرد به لنارد. نه حالا مهمیست الان تو ویدیو پابلیک من نمیتونم در موردش خیلی صحبت کنم بیشتر از این، ولی یه ایکس یه همچین جی یه کارکتری مثل جی رندوم دود بود اسم لنارد که بعضی از نه نه بعضی از کارا اساین میشد به اون توی پروژه کرشاس بدون انجام میشدن یا جون نمیشدن. نه دیگه، ولی خب بعد تو جلسه ها بحث این بود که مثلا این کارا رو ما که وقت نداریم انجام بدیم، پس اساین کنیم لنارد انجام بده. همینجوری حالا مادر که ما انجام نمیدیم بذار لنارد انجام بذار جی انجام. مودبیلیتی لا مودبیلیتی فیچر بدی نیست، باید یکم بهش فکر کنم. اینو باید کیس بای کیس یعنی ببینیم که کجا به نظر من میاد که کاملا ممکن باشه. آخه ما قبلش خلاص یه ویدیو زدم که گفتم که اسکریپتینگ و اینا رو سعی می‌کنیم نریم ثبتش، یعنی که نمی‌ریم نمی‌ریم اسکریپت ولی چرا. آره خیلی زیاد سعی می‌کنیم ولی نمی‌ریم. الان برای اونایی که ما رو نمی‌بینن الان آیدین برگشت یودا اشاره کرد، مثلا که یودا اون بغل اشاره کرد اونم میشه کرده اون بره یودا هم نگاش نکرد مثلا در مورد سعی نکردن و این چیزا. به هر حال مودبیلیتی هیچ مشکلی از نظر من نداره، برای من دوست دارم که جدا میکنن یه گیم و از انجین و فلان اینا. ببین اتفاقی که خواهد افتاد اینجوری خواهد بود که گیمای ما چون میخواد اینا ارینای ما احتمالا چند تا مود گیم پلی اینو داری. دقیقا ببین کاملا علاقه شخص من و روشی که من معمولا دیزاین یعنی آرکیتکت خودم رو دیزاین میکنم اینجوری که کد من دیتا دریون باشه. من دوست ندارم که نگران یه سری مشخصه منظورم چیه دیگه. دیتا دریون کد دیتا دریون هم یا بازی دیتا دریون هم قاعدتاً مودبله
منتها ممکنه تو ممکنه ما هیچ وقت طول خاصی برای اینکه مثلا لول باش بسازی یا پارامترهای مودتو ست کنی ریلیس نکنی. خود لول رو نظرش چیه؟ چجوری لول دیزاین میکنم مودت باش؟ خودم چجوری باش لول دیزاین میکنم؟ تکست فایل. ولی نه احتمالا اینجوری خواهد بود که یه فایل اینپوتی داریم که لولر دسکرایب میکنه که احتمالا یه تکست فایلی خواهد بود و اون کامپایل میشه به یه فرمت، یعنی کامپایل که میگم منظورم با یه تول ریسورس کامپایلری باید بنویسیم جزء این گیم که ریسورس هامون رو آماده کنه برای مصرف داخلی، ایمیجا رو از جی پیگ و کوفت و زهرمار در بیاره تبدیل کنه به فرمتی که ما میتونیم مصرف کنیم، چون دیتا هامون رو ولیدیت کنه و چک کنه و فلان کنه، پک کنه همه رو بکنه یه فایل مثلا WAD مثلا. و پس بنده میگم میتونیم، نه WAD نمیذارم، میتونم YAD بذارم Why all data برای الان بعضی بازی ها دیتا فایلشون اینجوریه، استیم من نگاه میکردم یه ما که نصب دارم و یه سری ها هنوز مثلا WAD میزنده چیز اوماجه دیگه. فکر کنم دوک نوکم هم WAD بود فایلاش، نه اونا چیز میدونم خب میدونم، ولی پس هنش چی بود دوک نوکم؟ آر داشتش فکر کنم، یادم نیست چون اونم چرا یه دفعه وسط حالا برام مهم باید باشه که دوک نوکم چی بود. دوک نوکم 3D هم تو منظورم وقتی میگم دوک نوکم پس من فایلش چی بود، ولی به هر حال کویک پی کی کویک 3 پی کی 3 بود درسته؟ آره پک فایل 3 آها می‌خواستم بگم که میتونیم اکسپورتر بنویسیم با اسکریپت برای این ادیتورهای اوپن سورس معروف مثل تایل دو اینا. آها حالا هر وقت بهش رسیدیم کارو میکنیم، قطعا اون جزء خیلی پرایورتیش بالا نخواهد بود، ولی ما یه فرمت خیلی جدی دیفاین شده واسه فایلای لولمون خواهیم داشت، چون اکسپورت هم میشه کاستماایز کرد دیگه. قبول که این فرمت رو میتونیم حالا یا جداگانه یا خودمون براش ادیتور بنویسیم یا یه ادیتور عادی رو اکسپورتر واسش بنویسیم، ادیتوری که وجود داره رو بیاسن که دیگه چه میدونم کسی کاری بکنه، ولی جزء مسیر اصلیمون اون ادیتور نخواهد بود. مسیر اصلی دیولپمنتمون ادیتور اونجوری نخواهد بود. ممکنه گیممون که تموم شد مثلا به یه جایی رسید بعد بریم رو اون ادیتور هم کار کنیم، ولی خب برای من جالب نیست اون ادیتور درست کردنش، برای همین برای خود همین دیولپمنت هم بالاخره تکست فایل خیلی سخته. چرا مثلا تو اون سایز بزرگی که مد نظرت، سایز بزرگی که مد نظر منه حالا مثلا میشه 200 تا تایل در مثلا 200 تا تایل، خیلی چیز عجیبی نیست دیگه. حالا بذار برسیم بهش. وقتی رسیدیم من قبول دارم که ممکنه اون لازم باشه، یعنی یه جایی به این نتیجه برسیم که آره با تکست فایل با ادیتور با نوتت پلاس پلاس نمیشه اون ادیت کرد دیگه، ولی شاید هم حتی مثلا فایل بیت مپ به عنوان لول قبول کنه، مثلا بیت مپ رو بگیریم رنگ کنیم بدون تبلیغ هر چیزی، به هر حال یه کاری میکنیم دیگه، یه فکری واسش میکنیم. تو فرآیند دیولپمنت یه چیزی لازم داریم، ولی خب اون چیزی که تو فرآیند دیولپمنت لازم داریم همینجوری سرهم بندی شده و فعلا انجام بدیم یه چیزی رو بریم خواهد بود تو فرآیند دیولپمنت. بیشتر این بر سمت انجینش برای من جالبه تا اون بر سمت تولش، سمت لول ادیتورش. به نظر من میاد که تولی که گیم ما چند تا سه چهار تا کامپوننت خواهد داشت، یکی خود گیم خواهد بود اکزیکیوتیبل گیم، یکی ریسورس کامپایلرمون خواهد بود که گفتم از اودیو و ایمیج و اتلاس جنریت کنه و فلان کنه و فرمت ایمیج رو درست کنه و فایل های لول و اینا رو جمع کنه پک کنه به فرمت باینری درست و تبدیل کنه و این یه طولیه. یکی دیگه هم مثلا برای سرور ساید اگه داشته باشیم لابی و کوفت و زهرمار خواهیم داشت، این لابی هم خب یه اکزیکیوتیبل جدا، یه پروژه جدا خواهد بود، یه کامپوننت جدا از این سیستم خواهد بود. به نظر من چیزی میشه رانش بده مثلا از این وی پی اس ها بگیری و اون ران کنه، مثلا اگه بخوایم نه وی پی اس باید گیم. آره ممکن هم هستش که آره میشه با پی اچ پی پایتون چیزی نوشتش که یکی از اینترفیسش اچ تی تی پی باشه، یکی از این یوزرا نمیتونه پس اینو ران بکنه و هاست بشه. چرا در مورد این موضوع تو بحث نتورک الان صحبت میکنم، همه شد نتورک عملاً صحبت که گریم میشتش نتورک تو واقعا. ببین ها در بذار همین الان در مورد سرور و این چیزا صحبت کنیم. اگر یه یوز کیسی که ما خیلی جدی میخوایم ساپورتش کنیم، من خیلی جدی میخوام ساپورتش کنم، همینی که تو لن چهار نفر بشینیم کنار هم دیگه، من لانچ کنم شما بقیه اون سه نفر دیگه آی پی منو بزنن تو کامپیوترشون به من کانکت شن و با هم بازی کنن. خب پیدا کنن دیگه اون چیزا تو حالا آیا آی پی رو بزنن یا با هم یه کاری بالاخره میکنیم، مثلا اون چیز سختی نیست. با
برات. یعنی یه لابی، آره یه نفر یه لابی لانچ کنه، یعنی جزء اپلیکیشن اصلیمون یه لابی هم خواهد بود، یه لابی الکی خواهد بود که لابی رو، لابی لوکال تو لن پابلش میشه، فقط لابی لانچ کنه، بقیه‌اش کانکشن و بازی شروع بشه، برن تو بازی. پس بنابراین لابی مون و هر کدی که سمت سرور بخوایم داشته باشیم باید تو بازی هم اینتگریت شده باشه، یعنی جزء بازی باید وجود داشته باشه. ولی به هر حال اینم بد نیست اگر بازیمون خوب بود که ما یه لابی ددیکیتد یه جا داشته باشیم، یه مستر سرور داشته باشیم که ملت بتونن آنلاین واقعا با کسی که نمیشناسن بازی کنن دیگه، نخوان برن مثلا یه چیزی آدرس آی پی رو تو مثلا وبسایتی تو فروم مثلا بنویسن ملت آدرس آی پی رو بردارن زود بزن بهش کنن. آره دقیقاً سری همه چیز اونجوری نباشه، یعنی آن آفیشیال لابی اونجوری لابی الکی نداشته باشه، لابی آفیشیال درست حسابی داشته باشه. ولی خب این فقط در صورتی که یوزر زیاد داشته باشه، یعنی برای تست و اینا فلان همه کارامون رو لن خواهد، یعنی اون لابی ویرچوالی که واقعا وجود نداره ولی تو اینتگریت شده است، اونو اولین چیزی که پیاده میکنیم اونه. حالا لابی ددیکیتد بعدش، سرور ددیکیتد در واقع بعدش، سرور اینتگریتد اوله، سرور ددیکیتد بعدش، که سرور ما فقط همون واقعا لابیه، فقط وصل کردن مردم به هم چیز نیست، بحث سیمولیشن و صاحب گیم بودن نیست سرور. یعنی فقط یه نفر بدون اجرا بکنم اون اگزه رو، درسته؟ تو یه شبکه نه اگزه جدا نخواهد بود دیگه، تو گیم اینتگریتد دیگه، من گیم رو میارم بالا، میرم تو مالتی پلیئر گزینه کرییت گیم رو انتخاب میکنم و بقیه هم میرن تو لنشون گزینه میرن تو مالتی پلیئر گزینه جوین گیم انتخاب میکنم، جوشون نشون میده که آره رفیقت مثلا بازی ران کرده تو هم بشکنه چوب هم بازی کرد مثلا. آره مثلا مثل کوئیت اینترنتش یه بحث جداگانه، اینکه آنلاین بخوای حالا ملت رو پیدا کنی یه بحث جداگانه، ولی خیلی سخت نیست، بیشتر لوجستیک مشکلش تا کد، اینکه یه سروری واقعا یه جا اجاره کنی بذاری باشه کار کنه، اون مسئله است که برای یه گیم فری که اینجوری اوپن سورس. حالا نتورکمون فعلا ویژن من اینه که نتورکمون این شکلی باشه که دارم در مورد کد این گیم نتورک صحبت میکنم، کاری به لابی اون ندارم، که سرور نداشته باشیم و آرکیتکچرمون پی وی پی باشه، اینجوری که هر کلاینت اینپوت خودش رو تو هر فریم برای همه کلاینت های دیگه بفرسته و همشون به صورت دترمینیستیک بازی رو سیمولیت کنن و همه به یه جواب برسن، این تضمین شده باشه که همه به یه جواب میرسن توی مثلا 8 تا اینستنس که از بازی داره رو 8 تا کامپیوتر ران میشه و اینجوری همه با هم بازی کنن، یعنی هر فریم هر کامپیوتر هر اینستنس از بازی اینپوتش رو برای بقیه میفرسته و همشون یه چیزو سیمولیت میکنن و به هم میرسن. این چند تا خاصیت خوب داره چند تا خاصیت بد داره. خاصیت خوبش اینه که بازی شوتر معمولا از این آرکیتکچر استفاده نمیکنن، بازی های RTS و این چیزا از این آرکیتکچر استفاده میکنن، حالا دلیلش رو میگم. خاصیت خوبش اینه که فقط اینپوت ما رو نتورک میفرستیم و اینپوت خوب حجمش خیلی کمه دیگه، مثلا این موسش این بر نشونه گرفت، اون یکی نمیدونم این بر دوید یه ذره رفت اون برتر، یعنی یه رفت به سمت چپ مثلا داره میره به سمت چپ، یا اون یکی مثلا پرید، حالا اینکه پرشش چقدره و تا کجا داره میره، اینکه دکمه پرشو زد و میفرستیم برای بقیه، نه اینکه هنوز داره تو هوا میپره با این سرعت در این راستا داره میپره نمیدونم اینا رو میفرستیم، یا این تیر داره اینوری میره همه یه تیرایی که تو فضا دارن میرن اینور اونور واسه کسی نمیفرستیم، چون آرکیتکچرهای کلاینت سروری اینجوریه که کلاینت برای سرور میفرسته که خب من رفتم یه ذره جلوتر، سرور میگه خب تو که رفتی یه ذره جلوتر فلان تیر بهت خورد مردی، یا مثلا این سملیتا تیر داره میاد سمتت، یا اینا رو داری میبینی مثلا، یه حالای همچین چیزی، ولی ما این کارا رو نمی‌کنیم. وارتی دیتا برمیاد اون همیشه استیت دنیا رو همیشه سرور بهت میده، در واقع استیت حاصل از سیمولیشن. شوترها به خاطر بحث لیتنسی و اینا کلی کارا رو خودشون حتی میکنن، خودشون پردیکت میکنن مثلا جوابی که از سرور میخواد بیاد و با توجه به اطلاعاتی که فعلا دارن خودشون وضعیت دنیا رو پردیکت میکنن، دد رکنینگ انجام میدن، کلی کارهای خفن میکنن، فقط برای اینکه لگی که این اطلاعات میره سرور برمیگرده رو هاید کنن. خاصیت خوب این کار اینه که خاصیت خوبش اینه که اگر یه نفر لگ بزنه همه حتی اونم میشه هاید کرد. خاصیت خوبش احتمالاً اینه که یه ذره سالتر میشه آرکیتکچر دیگه، یه ذره کدت سالتر میشه، به خاطر اینکه لازم نیست یه سیمولیشن رو 8 کامپیوتر مختلف ران کنی و حتما به یه جواب برسی. ولی بعدش اینه که ترافیک نتورک بیشتر مصرف میشه، لگ یه ذره بیشتر جدی‌تره، چون حتما کلاینت خودش چی نمیدونه، باید یه ریکوست یه وضعیت اینپوتشو بفرسته واسه سرور و سرور وضعیت دنیا رو بهش برگردونه.
وضعیت کل دنیا رو بهش برگردونه، برای همین یه رفت و برگشت میخواد. توی اون حالت دیگه کلاینت ها همه برای هم دیگه و اینپوتاشونو میفرستن و برای اینپوت یه تگ میزنن که این اینپوت تو چه فریمی اتفاق افتاده و همه به محض اینکه اینپوتو گرفتن میتونن فریم ها رو سیمولیت کنن و برن جلو و برن فریم بعدی و دیگه وضعیت دنیا منتقل نمیشه رو نتورک، برای همین چون ترافیک نتورک کمتر مصرف میشه و احتیاج به رفت و برگشت دیتا نیست، رفت و برگشت دیپندنت دیتا نیست، برای همین لیتنسی نه به لیتنسی کمتر حساسی نه رفتی به اون نداره. ببین توی چیز توی مدل کلاینت سروری کلاینت من چجوری اینو نشون بدم بذار ببینم MS Paint میخوام این کار خفن بکنم Paint خفن نیست اسمش Paint MS Paint دنیا MSی باشه اسمش اسم اگزیکیتیورش MS Paint نیست میخوام یه ذره با پروگرامر آرت آشناتون کنم ای باکی دیگه اینو با تبلت نوشته دیگه با ماوس نوشته و این عوض من تبلت هم تبلت چرا داشته باشم خب کلاینت اینجا اینپوت کلاینته کلاینت اینپوتش رو میفرسته برای سرور سرور سیمولیت میکنه براتون اینپوت و بعد جوابش رو میفرسته برای کلاینت و کلاینت هم دستم درد نکنه که فکر این نکردم که یک کار دیگه هم کلاینت بعد از این باید انجام بده و کلاینت هم رندر میکنه، حالا رندر منظورم فقط رندر گرافیک نیست ولی یعنی اون استیتی که از سرور گرفته رو تبدیل میکنه به دیتای رپرزنتیبل، اینم رندره و اینجا دیگه ما وضعیت دنیا رو یوزر میبینه، یعنی یوزر اینجا دکمه رو زد اینجا نتیجه اون دکمه رو میبینه، این فاصله لگ به اضافه این فاصله لیتنسی واقعی نتورکه و اینجا هم خب سیمولیشن این فاصله این بینم زمانیه که سرور لازم داره که سیمولیشن رو انجام بده و سرور زودتر نمیتونه سیمولیشن شروع کنه تا اینپوت ها نیاد همه اینپوت ها، حالا حتی سرور این سیمولیشن رو زمانه خاصی زمانه مشخصی شروع میکنه، اگه اینپوت از یوزر نیاد یعنی یوزر هیچ کاری نکرده، یعنی اگه یوزری لگ بزنه و اینپوتش دیر برسه مثلا اینجا اینپوتش برسه دیگه تو اون فریم سیمولیشن در نظر گرفته نمیشه دیگه و اینپوتش میفته تو فریم بعد انگار یه چون من 100 میلی ثانیه دیرتر تیر زدی و میمیری مثلا اکثر فارسی زبانه من مشکل آشنا هم آره دقیقا تو ایران هم میشه دقیقا یا مثلا وقتی این دیتا واسه دیرتر میرسه به جن که اینجا برسه اینجا میرسه این خط خودتون اکستراپولیت کنید پلیر دشمن میاد و با نایف امضا میکنه رو صورت تو و میره و تو نمیفهمی و یه دفعه نتیجهشو میبینی آره دست نگاه کن حالا برحال همه دارن میخندن تو داری تیر میزنی فکر میکنی که هدشاتش کردی آره مدت هاست خیلی وقت مرده به هر حال مثلا اینکه تو این مدل تو باید کلاینت هیچ کاری نمیتونه بکنه هیچ کار واقعی نمیتونه بکنه کارهای دروغ میتونه زیاد بکنه ها الکی مثلا دنیا رو رندر کنه اینجاها تو این فضا که بگه آره مثلا با اون فرضایی که داره که 90% واقعا اون فرضش درسته دیگه پلیرهای دشمنی که داشتن میدویدن همچنان به دویدنشون ادامه میدن اون نارنجکی هم که داشته میرفته همچنان داره میره حالا هرچی ولی خب در اصل مواقع هم اینجوری نیست دیگه که اون اتفاقای خنده‌دار میفته دیگه که تو خیال میکنی یا رو تیر زدی ولی خب نزدی حالا خیلی هم خنده‌دار معمولا نیست چه گریه‌داره ولی به هر حال بعضی بازی ها این چیز هست سیمولیشن یعنی یه انجین معروف بازی فایتینگه اون مسکی سه شبیه سازی خیلی جدی انجام میده سیمولیشن و خیلی خوبه مسکی چون مسابقاتش استفاده میکنن آره ببین اونا کارهای ماشین لرنینگ و اینا نه اصلا اون دنیا رو سیمولیت میکنه میره جلو بعد اگه فرض میکنه که اینپوت ها اون چیزا فرض میکنه اتفاقای دیگه که داره میفته اینپوت ها اون دشمنت فرض میکنه که اون چیزی که خودش فکر میکنه بعد اگر دشمن یه چیز دیگه یا اینپوت دیگه مثلا کار دیگه کرده باشه برمیگره تو سیمولیشن عقب دوباره سیمولیت میکنه میاد جلو یه اون یه ترکیب اون این اون این مدلیه که من این مدل دومی که من میخوام توضیح بدم اون بازیه این مدل دومی که من میخوام بگم مدل دومی شکلیه که من موسم خدا نمیبینم آها مدل دوم اینه که اینجا کلاینت 1 اینجا کلاینت 2
به به. خب بذار اینجا خط بکشم ببینم سم جدا کنم. خب میگی نه که میگی چیه؟ آره این سی یک و اون سی دو و این سی یک این سی دو اینپوتاشون اینجا جنریت میشه، یوزرهاشون اینپوتاشون رو بهشون میدن، حالا با یه ذره بالا پایین دیگه، و این اینپوتش رو برای اون میفرسته و اونم اینپوتش رو برای این میفرسته. من این حلقه قطع میشه. حالا بعضی وقتا هم آره این اتفاق میفته. هر دوشون سیمولیشن و رندر رو انجام میدن. اینو باید وسط مینوشتم. سیم و رندر. هر دوشون این کار انجام میدن. ببین هر دوشون اینپوت خودشون هم به خودشون میارن جلو. این هم اینپوت خودش رو خودش میاره جلو، اینجا دو تا اینپوت میاد. اینجا شاید بعد یک کلاینت دیگه هم فرض کنیم، این بر سرور کلاینت، سرور که نمیشتم حداقل یک کلاینت دیگه هم بغلش هست دیگه، اونم دقیقاً همین ورک فلو رو داره. و اینجا یه چک پوینتی احتمالاً میخواد که مثلا که واقعا چه اتفاقی میفته، نه یه موقعی به چک پوینتی باید با سرور بذارن که مثلا سروری وجود نداره. مثلا وجود نداره، سروری وجود نداره. در مورد اینکه چه جوری اینا با هم سینک میشن حالا توضیح میدم، ولی فعلا این چک لود فرض کن که در مجموع لگمون، حالا من این خطا رو باید به چیز میکشیدم، در مجموع یه رفت و برگشت، یعنی یه برگشت رو نتورک کمتر داریم. این خطا رو اصلا دیده نمیشه تو ویدیو، مهم نیست، منم نمیبینم. موسم سایز براش بزرگ کنین تو نمیست. نه این من نمیم اینو چیه، نه این نوع براش سایز نیست، سایزش کجاست؟ پینت تو بلد نیستی فکر کنم که چرا یه ذره بهتر شد، ولی خب الان بذار پاک کنم، پاک کنم یه چیزایی رو. چون پاک کنشان کوچیکه، میخواستم اینو پاک کنم این تیکه ها رو، چون من این ببین اونجا اندازه سیمولیشن هم انقدر، اینجا هم میخوام همونقدر باشه اندازه سیمولیشن هم، با همون سایز کوچیکه بذار این کار انجام. مهم نیست حالا چیز رو پاک کنم، مهم نیستش که دیده بشه دیده نشه. این سایز هم کدوم بود؟ این سیمولیشن و بعدش هم رندر. و این خط به نسبت این خط و اینجا جاییه که تو مدل دوم ما نتیجه رو به یوزر نشون میدیم. اینجا جاییه که تو مدل اول نتیجه رو به یوزر میتونیم نشون، نتیجه واقعی رو میتونیم نشون بدیم. خب که انقدر با هم اختلاف داره، این انقدر از اینجا اومده دیگه، از اون زمانی که جواب میخواد از سرور برگرده اومده. آخه تو مدل سمت راست چند تا چیزش رو نفهم. اول اینکه این زمانی که میگی نتیجه به یوزر نشون میدیم اصلا ممکنه درست نباشه. چرا؟ همون بخاطر مسئله سینک نبودن دیگه. اونو فراموش کن، اونو بهت توضیح میدم که چه جوری حلش میکنی. فرض کن اون حل میشه. خب بعد اون مقدار لگ این دوتا از کجا الان اندازه هم باشه؟ برای اندازه هم باشه دیگه مقدار لگی که این نه فوقش اینه که یکیشون فرض کن در اینجوری نیستا، ولی فرض کن که اون لگ بیشترین لگو در نظر میگیریم، یعنی یکی اگه زودتر برسه نتیجهش به اون یکی، اون که ساب میکنه یه ویندو خاصی میذاره. تازه البته لازم هم ساب کنه، اگه همه اینپوت ها رو داشته باشه شروع میتونه سیمولیشن رندرش رو شروع کنه. اتفاقا اینم خوبه، به محض اینکه همه دیتا بهش برسه میتونه سیمولیشن رندرش رو شروع کنه هر کدومش، ولی برخلاف تهش البته باید برای اون یکی ساب کنه. این چیز نیست. ببین دیتا هایی که رو نتورک منتقل میشه تو این مدل، مدل سمت راستی، این مدل دو نه بلش کن چه ننویسم کمتر چیز بنویسم بهتر. حالا تو مدل سمت راستی دیتا که رو نتورک کمتر منتقل میشه خیلی کمتره، به خاطر اینکه اینجا این در واقع یه حجم عظیمی از اطلاعاته. حالا تو اصلا بازید داره دیگه، ولی خب به هر حال این دیتای زیادیه و احتیاج به یه سرور ددیکیتد یا یه همچین چیزی داره، یا یکی بالاخره باید سرور بشه که اون پهنای باندی که مصرف میشه بیشتر از بقیه است، چون همه دیتا برای اون میاد، اون دیتا رو برای همه باید بفرسته، یه چند نسخه از دیتا رو باید برای همه بفرسته دیگه، برای همه پلیرهای دیگه باید بفرسته اگه بیشتر از یه دونه پلیر دیگه داشته باشی. تو این فقط اینپوت ها منتقل میشه که اینپوت خیلی حجمش کمه، ولی مسئله اینه که این چون سیمولیشن ما دو نسخه ازش ران میکنیم، باید این دو تا سیمولیشن تضمین شده دقیقاً به یه جواب برسن. کلاینت هم باید قوی باشن دیگه که بتونن سیمولیت کنن این کارا رو. دیگه الان ساعت مچی ها هم میتونن سیمولیت کنن همه ی بازی های دنیا رو. الان رندر گرافیکی انقدر هزینه زیاده که سیمولیشن انقدر هزینه نداره که. بله اگه ام ام اوی و میخوای کل دنیای وارکرافت رو سیمولیت کنی، آره قبول. نه منظورم اینه که نمیتونم، که مصرف باتری زیاد میشه اگه موبایل بخواد باشه. کدوم موبایل کجا بوده؟
این بازی رو نمیگم. آها کلا آره. ببین اگه اونجوری بخوای ببینی آره، اگه بازی ما مثلا 2 میلیارد یوزر داشته باشه، لیترالی 2 میلیارد یوزر داشته باشه، آره این سیمولیشن اضافی که ما انجام میدیم اونجا یه نسخه سیمولیشن انجام میشه، اینجا دو نسخه سیمولیشن انجام میشه، یا ان نسخه سیمولیشن انجام میشه. این سیمولیشن اضافی که ما انجام میدیم باعث میشه که الکتریسیته بیشتر مصرف میشه، باعث میشه که تو نیروگاه بیشتر سوخت بسوزه و به گلوبال وارمینگ و اینا کلایمت کرایسیس در واقع منتج بشه. مثلا واقعش اینه که یارو میبینه که دستکش داره داغ میشه، با توش تموم میشه، بازی رو بازی نمیکنه. ببین پاور یوسج حتی اگر رو موبایل بود، پاور یوسج این سیمولیشن هیچی نیست، هیچی نیست به نسبت رندری که انجام میدی، به نسبت اون اسپرایتی که رو صفحه داره میچرخه، هیچی نیست. اون انفجاری که بهش نشون میدی اصلا صفر واقعا در مقایسه با اون. یعنی قابل چشم پوشیم خیلی کمه، قابل چشم پوشیه کاملا، صفر نیست ولی قابل چشم پوشیه کاملا. حتی اگه موبایل بود، رو موبایل این کارا رو نباید انجام بدی. البته شاید هم باید انجام بدی، رو موبایل به هر حال این بازی رو نداره دیگه. RTS که رو موبایل نمیخوای بازی کنی. بازم تاکید میکنم این مدل مدل RTS، اون مدل مدل فرست پرسن شوتره. چپیه آها نه اینو اون بگم آره چپیه مدل فرست پرسن شوتره، راستیه مدل RTS. مثلا به خاطر اینکه RTS ها همون دیتا های خیلی چیز دارن، خیلی یونیت زیاد دارن و همه یونیت ها مهمن، دیتایی که رو شبکه باید بره. توی مثلا اینکه یه انفجاری انجام میشه، یه چیزی منفجر میشه، تیکه پاراش کجا میفته، اون مهم نیست، اون شبکه نمیخواد بره، چون تو اونا هم اگه به یکی بخورن جونش کم میکنن، اونا هم باید بفرستی استیتشو توی فرست پرسن شوتر. ولی تو RTS به هر حال از این چیزا زیاد داری دیگه، یونیت مثلا یه دفعه 1000 تا یونیت داری، باید استیت همه اون 1000 تا یونیت رو بفرستی که حجم جدی از اطلاعات رو میبره. به هر حال این مدل سمت راستی هم زودتر به نتیجه میرسی. الان متوجه شدی که چرا زودتر به نتیجه میرسی دیگه، اگه مشکلایی که گفتی رو حل کنیم زودتر به نتیجه میرسیم در مجموع. توی مدل سمت چپی گفتم تو سمت راستی اکی چیزی لازم داره که بفهمه که یورپ دیتا بهش رسیده، اونم داره سیمولیت میکنه، شما میدی میره دیگه. آره دیگه اون نرسید بهش، مشکل اونه دیگه، اون لگ میزنه، اون عقب میمونه، اون بدبخت میشه. ببین اتفاقی که اینجا میفته تو این مدل سمت راستی میفته اینه که فرض کن سی یک همه چیش اوکیه، سی دو داغونه. خب سی دو ریسیوش و سندش داغونه، یعنی اطلاعات ممکنه نگیره و نفرسته. خب سی یک میره جلو، یه زمان مشخصی منتظر میشه، مثلا 100 میلی ثانیه منتظر میشه که اینپوت های فریم صدم بیاد، صدم سیمولیشن از همه کلاینت های دیگه. خب اگه تو اون زمان اومد که اومده، اگه نیومد حالا فرض کن تو مثال ساده اینجوری نیست واقعا، دو تا کلاینتن، اگر نیاد اینپوت اون طرف، فرض کن طرف هیچ دکمه رو فشار نداده تو این فاصله و میره فریمش رو سیمولیت میکنه، باز دوباره بعدی یه مدت زمانی منتظر میشه تا اینپوت بیاد. اینجا زمانی که منتظر میشیم اینپوت بیاد، چرا مثلا اینجا زمانی که منتظر میشیم تا اینپوت بیاد، اینجا هم همینجوریه دیگه. تو این بازه ها حالا اینپوتی که این وسط ها هم بیاد، خب به این بازه اضافه میشه دیگه، بازه بعدی اضافه میشه، یعنی مشکلی نیست در واقع، بازه بعدیش از بلافاصله بعد از بازه قبلی شروع میشه. پس اگه سی دو واسش اینپوت نفرسته، حالا مشکل نتورک داره یا به هر دلیلی، سی یک فرض میکنه که سی دو اینپوتی نداشته دیگه. برای سی دو چه اتفاقی میفته؟ سی دو این وسط اینپوتی از سی یک نمیگیره و سی دو هم فرض میکنه که سی دو نتورکش خرابه دیگه، فرض میکنه که سی یک اینپوت نداشته و بازی دیس جوینت میشه، بازی نابود میشه. سخته اینجاش اینه که فکر کنم حل نشده این مسئله. نه نکتهش اینه که کاری که تو میکنی که حتی اگه اینپوتی نداره تو حتما یه پیغام خالی میفرستی. چرا من یه دفعه این از مغزم رفت؟ ببین الان ساعت از 12 شب گذشته، منم از 6 صبح بیدار بودم. چرا قاطی میکنی میتولوژی ها رو با هم دیگه شب که میشه؟ الان نیمه ماه نیست من، الان اتفاقا نزدیک های آخرهای ماه قمریه. به هر حال آره نزدیک ماه، حالا اون که آره از اون نمیگم به خاطر چیزی که دارم میگم، ولی آره از آخرین باری که ورولف شدم چند هفته، دو هفته گذشته، همین نزدیک های آخر ماه. پیغام خالی میفرستی برای اون طرف دیگه که من اینپوت ندارم. حالا اگه پیغام خالی نیاد چیکار میکنی؟ سیمولیشن رو نگه میداری. اگه پیغام همه نیاد سیمولیشن رو نگه میداری.
فرض کن 5 تا کلاینت این C1 تا C5 و C1 تا C4 همشون با هم دیگه پیغامشون رو هم دادن، C5 به هیچ کسی چی نگفته، حتی اون پیغامی که من اینپوت ندارم هم نفرستاده. پس همه سیمولیشن رو نگه می‌دارن وای میستن که C5 هم بیاد. اگر C5 زیاد طول بده C5 رو کیک می‌کنیم میندازیم بیرون، چون این 4 نفر دیگه میدونن که همشون با هم وصلن دیگه، همشون اوکی ان، فقط C5 که داره لگ میزنه. C5 هیچ کسی اینپوت C5 رو دریافت نکرده دیگه، چون اینا میتونن با هم دیگه در این زمینه‌ها صحبت کنن. یکی از اون که پرسه آخرین باری که C5 خبر داشتی کی بود، اون میگه مثلا فریم قبل بود، این فریم هنوز ندارم ازش، و C5 رو کیک میکنه. یکی از مشکلای این سیستم اینه که اگر میخوایم مهربون باشیم باید بازی رو یکی لگ بزنه بازی رو باید بر همه نگه داریم، که این راه حل داره ها، راه حل خیلی الگنت و قشنگی هم داره، ولی خب در موردش الان صحبت بعد از این صحبت میکنم. بس مشکل این سیستم چون هیچی فری نیست دیگه، وقتی هم سریع در مجموع سریعتر میشی هم ترافیک نتورک کمتر میشه، یه جایی باید هزینه شو بده دیگه. هزینهش تو اینه که یکی لگ بزنه باید بازی رو برای همه نگه داری یا اون یکی رو کیک کنی، چون اتوریتی وجود نداره، یعنی کسی نمیتونه تشخیص به جای اون تصمیم بگیره. تو این مدل سمت چپی که کلاینت سروری، سرور به جای همه تصمیم میگیره، اگه کسی لگ بزنه رو کار بقیه تاثیر نداره، خودش بدبخت میشه چون اینپوتی نمیتونه بفرسته سرجش تو گیم وایساده همه بیان چاتش کنن یا تی بگش کنن یا هرچی هر کاری که لازم بکنه هر چی کرمشون انجام بده. به هر حال تو مدل سمت راستی باید صبر کنی. راه حل خیلی جالبی داره اینه که تو همیشه اینپوتی که میخوای بفرستی واسه بقیه، تو واسه RTS این اتفاق میفته، میگی که الان زمان صفره و فریم صفر باید رندر بشه دیگه. فرض میکنی یه فریم صفر و یک و دو و سه، چهار فریم اول هیچ اینپوتی نداره، هیچ کسی چی اینپوتی نداشته واسه صفر و دو و سه چهار. یعنی تو چهار فریم آینده رو فرض کن فریمات هم 100 میلی ثانیه، یعنی چون باید زمانش فیکس و مشخص باشه 100 میلی ثانیه فریمات، تو باید تا 4 فریم آینده رو بدون اینپوت میتونی بری جلو، از هیچ کسی هیچ اینپوتی هم نگرفتی. اولین اینپوتی که واسه همه واسه هم دیگه میفرستن، یعنی یوزر پلیر وقتی یه دکمه رو میزنه تو فریم 0 هم حتی اون دکمه رو میزنه، کلاینتش این اینپوت رو به عنوان اینپوت فریم 5 حساب میکنه، نه 0 نه 1 نه 2 نه 3 نه 4. درست شد؟ اینپوت فریم 5 حساب میکنه، اولین اینپوت فریم 4 در واقع حساب میکنه که میشه فریم 5 چون صفر شروع میشه، فریم 5 در واقع حساب میکنه، یعنی اینپوتمون 5 فریم لگ داره. و معنی دیگه اش هم اینه که این پکت های اینپوت، این مسیج های اینپوت 5 فریم فرصت دارن که به بقیه کلاینت ها برسن. درسته؟ پس تو 100 میلی ثانیه اول من هر دکمه ای بزنم مال فریم 5 حساب میشه، یعنی میلی ثانیه 500 تا 600 در واقع حساب میشه، و تو 100 میلی ثانیه دوم از 100 تا 200 هر دکمه بزنم برای 600 تا 700 حساب میشه، توی 200 تا 300 هر دکمه بزنم برای 700 تا 800 حساب میشه، همیشه 500 میلی ثانیه دیلی اینپوت دارم، 500 میلی ثانیه دیلی میذارم تو اینپوتم، به خاطر اینکه یه بافر به خودم بدم که اگه یکی یه ذره اینترنتش مثلا 300 میلی ثانیه لگش بود، 300 میلی ثانیه لگم خیلی راحت پوشش میدم و هیچ اتفاق بدی نمیفته. تنها اتفاق بدی که میفته اینه که اینپوتم لگیه، اینپوتم نیم ثانیه لگ داره حتی برای خودم، یعنی هر دکمه ای میزنم 500 میلی ثانیه طول میکشه نتیجهش اتفاق بیفته، نتیجهش شروع کنه به اعمال شده. این کارو کجا دیدیم با هم؟ این کارو همه بازی ها میکنن، حتی شوترها هم میکنن، حتی شوترها ویندوشون کوچیکتره، ویندوشون مثلا 100 میلی ثانیه ایناست، 50 میلی ثانیه 100 میلی ثانیه است شوترها، به خاطر اینکه شوترها هم مجبورن این کارو بکنن که بتونن یکم لگ نتورک رو کاور کنن، بهش میگن یه جور جیتر، شبیه جیتر کارکشنه. هر سیستمی بالاخره لگای منطقی داره. بذار در مورد اودیو سی دی، فرض کن تو میخوای اودیو سی دی بخونی، یه پلیر اودیو سی دی تو ماشین مثلا داری، اونو میسازی میخوای اودیو سی دی بخونی، اگه از اولین بایت اودیو سی دی که شروع کردی، اولین بایت ترک که شروع کردی به خوندن، شروع کنی پخش کردن، اگه اودیو سی دی دیگه یه مدیوم فیزیکال آشغالیه که یه ذره چیز بیفته روش، تو قطع میشه، خوندنت به مشکل میخوره، بعد یه بار دیگه ترای کنی تا بخونیش، خیلی اتفاق میفته که اودیو سی دی بچرخه دوباره بیاد اونجا دیگه، مثلا آره دقیقاً، به هر حال چیز داری، به هر حال دیلی میفته. و اگه تو به خودت هیچ فرصتی ندی، یعنی از اولین بایت دیتایی که خوندی رو شروع کنی پخش کردن، میفهمی که دقیقاً هر مشکل کوچولویی که میخوری صدات قق قق اینجوری قطع میشه، حتی این نیست باگ میفته، ماشین که میپره بالا پایین، دقیقاً مدیوم یه چیز فیزیکیه دیگه. نتورک هم همین جوریه دیگه، بارون میاد بیرون، وایرلست مثلا یه لحظه مجبور میشه سری دیتا رو ریسنت کنه، لگ بارون نمیادم، بارون اینجوریه، اینجا ایرانه
همیشه اینجوریه. گفت یه پروانه تو چین بال بزنه تا اینترنت ما قطع بشه. اثر پروانه همینه دیگه. به هر حال کاری که میکنی تو اون اودیو سی دی ریدره اینه که اولین بایتی که خوندی شروع نمی‌کنی پخش کردن. به اندازه یه ثانیه میخونی بعد شروع کنه پخش کردن. هیچ یوزری برای این براش مشکل نداره از لحظه که پلی اودیو سی دی رو میزنه حالا یه ثانیه بعد شروع کنه به خوندن. ولی تو یه ثانیه رو میخونی، چون اینو برای این دارم میگم که سرعت دوران اودیو سی دی هم زیاد نیست، یعنی تو یه ثانیه دیتا رو نمیتونی در عرض یه میلی ثانیه بخونی. فرض میکنیم که اون اودیو سی دی پلیرمون واقعا با سرعت اودیو سی دی داره میچرخونه، یعنی یک ایکس در واقع اودیو سی دی پلیر. برای همین باید یک ثانیه صبر کنی به اندازه یه ثانیه دیتا بخونی. آره انیمیشن دستم متاسفانه نمیافته، کلا دارم میبینم سی دی. یه ثانیه باید دیتا بخونی، یه ثانیه دیلی بندازی تو اکسپریانس یوزر، یوزر یه ثانیه اول چی نمیشنوه، بعد از ثانیه دوم شروع کنی پخش کردن ثانیه اول. اینجوری به اندازه اینجوری دو تا کار، دو تا مسئله داره. یکی همین درنگ اولیه است، این فاصله اولیه است. یکی همین که به اندازه یه ثانیه دیتا رو بتونی بافر کنی تو اون اودیو سی دی پلیره، به اندازه یه ثانیه دیتا رو بافر کنی، بعد 150 کیلوبایت رو بتونی بافر کنی. مثلا فکر می‌کنم 150 کیلوبایت پر ثانیه دیگه هر یک ایکس. آره 150 کیلوبایت بتونی بافر کنی. بتونیم حساب کنیم 44100 رو ضرب کنیم در 2 ضرب کنیم در همین دیگه 44100 استریام هست دیگه. آها زد در 2 بایت پر سامپل 16 بیت، دو تا هم کانال داره، زد در 4 در واقع بکنیم میشه هم 160 رو. تو وینر برنامه چیزم این بافر رو دارن. آره منتها اونا میتونن فایل رو سرعت بیشتری بخونن، اونا یه ثانیه اول رو در عرض 10 میلی ثانیه میخونن. برای همون این مشکلشون این شکلی نیست، مثلا ما نیست. ما مشکلمون شبیه خوندن اودیو سی دیه، به خاطر اینکه ما اطلاعاتمون رو نتورک باید بیاد و یوزر باید دکمه رو بزنه و یوزر زودتر از اینکه دکمه رو بزنه که نمیدونه چه دکمه میخواد بزنه، یوزر یه زمانی تصمیم میگیره دکمه رو بزنه. یعنی اون اتفاقا واقعا با ریل تایم داره میفته، یعنی ما محدودیم به ریل تایم. مثلا همون اونی که اودیو سی دی میخواد بخونه، اونم سرعت چرخش سی دی اون تو بیشتر از ریل تایم، بیشتر از همون زمانی که صدا رو میخواد پخش کنه نیست. برای همین من اودیو سی دی رو مثال زدم. برای هم یه بافری ما میذاریم تو اودیو سی دی پلیره که اگر یه لحظه حالا من نتونستم 500 میلی ثانیه هم عقب افتاد کارم، اکسپریانس یوزر قطع نشه وسطش. 500 میلی ثانیه اگه عقب بیفته بازم هنوز جا داره. زمین که احتمالاً سی دی پلیر من واقعا 1x نیست دیگه، مثلا 2x، برای همین دو برابر سرعت عادی میتونم بخونم. برای همین 500 میلی ثانیه دیلی هم میتونم یه ذره سریعتر جبران کنم. اگه 500 میلی ثانیه دیلی بیفته بیشتر دیتا نگهداری. نه دیتا رو سریعتر بخونم پر کنم بافرمو، چون اگه سی دی پلیرم واقعا 1x باشه و من یه جایی رو یه ذره کنتر بخونم و بافرم یه ذره مصرف بشه، بعد هیچ وقت نمیتونم بافر رو پر کنم، چون همیشه من 500 میلی ثانیه دیگه الان عقبم. یعنی در واقع قبلا یه ثانیه جلو بودم، الان فقط نیم ثانیه جلو ام. بعد یه دیلی 500 میلی ثانیه دیگه که بیفته، باز این 500 میلی ثانیه رو مصرف میکنم و میشم دیگه زمان واقعی، دیگه جیتر بعدی رو نمیتونم کارک کنم، یا در واقع مشکل بعدی رو ازش نمیتونم بپرم، مخفی کنم، هاید کنم، در واقع مشکل بعدی رو نمیتونم هاید کنم. به هر حال ما اینجا مثلا اینه که این مشکل رو پیدا نمیکنیم، این مشکل آخری که الان گفتم پیدا نمیکنیم، چون زمان ریل تایم ما نمیتونیم، ما لازم نیست نگه داریم. در واقع زمان ریل تایم یوزر داره میزنه کیلداشو دیگه، داره دکمهاشو میزنه، حرکتاشو انجام میده، ما هم توی بازه‌های خاصی اینپوت یوزر رو میخونیم، ولی اینپوتشو برای فریم‌های جلوتر چیز میکنیم، اساین میکنیم، در واقع فریمایی که بعداً تو زمان میخوان اتفاق بیفتن میفرستیم برای بقیه. این که چقدر جلوتر رو میتونیم تنظیم کنیم دیگه، اینو با تست تنظیم میکنی ببینی چقدر لگو اکسپریانس یوزر خراب نمیکنه، چون این رو اینپوتت داری لگ میذاری دیگه، چک میکنی ببینی چقدر لگ اینپوت اکسپریانس یوزر رو خراب نمیکنه، حداکثر مقداری که میتونی میذاری، اونقدر دیلی نتورک رو میتونی چیز کنی، اونقدر بالا پایین رفتن یا لگ نتورک رو میتونی بپوشونی تو. یعنی ما این مدل دومی رو. مشکل دیگه ای که داره که گفتم اشاره کردم بهش اینه که سیمولیشنت باید کامل دترمینیستیک باشه و این دوتا سیمولیشن باید دقیقاً یکسان باشن و نتیجه یکسان بدن، یا 10 تا سیمولیشن. که این سیمولیشن از جنس فیزیکه دیگه، درسته؟ این آبجکت خورد به اینجا یا نخورد، نمیدونم این رفت اینور یا نرفت، گرافیکی نیست این سیمولیشن، بیشتر فیزیکیه. این پرید یوزر چی میشه الان، این حرف هست، این گلوله خورد بهش یا نه، فقط همین، باید تضمین کنیم که اون سیمولیشنه دترمینیستیک. دلیلی که من چی مشکلی جدو به طور سیمولیشن دترمینیستیک میگه، مثلا سی دار رندوم اینا فلوتینگ، اینا هست، اینا همه شرط لازمه، اشتروط کافیش خیلی زیاده،
وقت لازم کافی رو اندازه بگیری، باید تضمین کنی که استیت شروعت، ببین لحظه که وارد این سیمولیشن میشی، میخوای این سیمولیشن ران کنی، باید استیتش و این سیمولیشن، این دو تا سیمولیشن میخوای ران کنی، باید استیتی که باهاش وارد سیمولیشن میشی دقیقاً یکی باشه. مثلا اینپوت ها، مثلا سید رندوم جنریتور، مثلا وضعیت فعلی دنیا که بالاخره اینپوت سیمولیشن دیگه، وضعیت فعلی دنیا باید تو دو تا سیمولیشن دقیقاً یکی باشه یا انت سیمولیشن. خب بعد خود کد اینو چک کردنش خیلی سخت نیست، یعنی اگه سیمولیشن فریم قبل اوکی باشه، اطلاعات رندومی که از بیرون میاد اوکی باشه، اینپوت ها اوکی باشه و وضعیت اولیه که باهاش لول شروع کردیم یکی باشه، میدونی که وضعیت شروع سیمولیشن تو هر فریم یکی خواهد. مشکل ترین قسمتش همینه که تضمین کنی اون کدی که اجرا میکنی رو دو تا کامپیوتر، رو دو انت کامپیوتر دقیقاً از یه مسیر رد میشه و دقیقاً یه جواب میده. یکی از مشکلاتش فلوتینگ پوینت دترمینیزم، محاسبات فلوتینگ پوینت. یه سی پی یو اینتل با یه سی پی یو ای ام دی ممکنه بعضی کارا رو بهش با نتیجه متفاوت بشه برسه، ممکن. اگه یکیشون از اف پی یو x87 استفاده کنه، یکیشون اس اس ای باشه، نتیجه جدا کنه، نتیجه یکسان نمیده. اگر یه سری استیت های ران تایم دارن این فلوتینگ پوینت یونیت ها، مثلا راوندینگ استیتشون، راوندینگ مودشون ها، راوندینگ مودشون چجوریه، یه وقت ممکنه به سمت صفر راوند کنن مثلا محاسبه رو، یه وقت ممکنه به سمت عدد زوج راوند کنن، یه وقت ممکنه به سمت عدد مثلا پایین راوند کنن، به سمت بالا راوند کنن، به سمت هر چی. اینا اگه با هم فرق کنه که اینا ران تایم، نتیجه متفاوت میگیری. مثلا برای رندرینگ داری از دایرکتکس استفاده می‌کنی، دایرکتکس اون زیر این استیت رو عوض میکنه راوندینگ مود و بعد تو بیچاره میشی. البته کل دایرکتکس نسبتا خوبه از این نظر، ولی خوبه همان. خیلی سورس های نان دترمینیزم متاسفانه زیادن، ولی کن غیر ممکن نیست. با چک پوینت میشه حل کرد اینا. این من یه چک پوینتی برادکست کنم، مثلا میتونه به ترتیب باشه. استیت دنیا رو کلا برادکست کنم. استیت دنیا رو. الان اینه دیگه، مطمئنید دیگه همتون. بعد نفر بعدی اینو بده، نفر اینو بده. چون هیچ کی اصلی نیست دیگه تو این مدل درست. هیچ کی اصلی نیست. هیچ کی اصلی نیست. همه در واقع اصلی هم. همه استیتو دارن. همه کار رو انجام میدن. آره ولی تو میتونی این چیز کنی، بفهمی که کی وضعیت نتورکش بهتر از بقیه است. درسته؟ کی به کی این کال اف دیوتی اینجوری دیگه، یکی میشه هاست، بعد اون که اوکی. دیسکانکت میشه ماگریت میکنه رو نفر بعدی که وضعش بهتر از بقیه است. باشه ولی خب چرا این کارو بکنی؟ که اگه این اختلاف وجود داره بالاخره اینا برسن به هم دیگه. ببین مسئله وضع نتورک نیست، مسئله اتوریتیه. میتونیم ما اتوریتی رو بگیم یکی اتوریتیه اگه وضع در مورد اینکه اختلاف اگه بیفته چیکار کنیم هنوز صحبت نکردم، صحبت میکنم در مورد اون. ولی فهمیدن اینکه اختلاف افتاده یا نه نسبتا ساده است. من تو هر همه نودام، همه کلاینتام، هر چی استیت بازی رو مثلا هش میکنم هر فریم و علاوه بر اینپوت هشام هم برای همشون برای هم دیگه میفرستن، هش استیتشون برای هم دیگه میفرستن. اینجوری به درد هم دیباگینگ میخوره، هم به درد چیت کردن و فهمیدن میخوره. دیباگینگ خاصیتش اینه که تو دیولپمنت به محض اینکه یه بیت عوض شد، یه بیت یکی جوابش با اون یکی مخالف شد، مثلا 4 تا کلاینت داری، 3 تاشون یکی ان، یکیشون فرق میکنه، هشش با اون یکی فرق میکنه، همونجا نگه میداری سیمولیشن رو، کلا وای میستی، اون یکی میفهمه خودش با بقیه فرق داره دیگه، اونجا وای میستی شروع میکنه دیباگ کردن اون وضعیت. مثلا تو چیت هم همینجوری، اگه یکی وضعش با بقیه فرق داشت تو بازی پروداکشن، تو وقتی ریلیز کردی اونجا دیگه خیلی یاد یه دیباگ، حالا مثلا دیباگ اینفورمیشن میفرستی واسه خودت که بتونی دیباگ کنی، یا اینکه اونو به عنوان چیتر میندازی بیرون یکی رو، یا گیمو تموم میکنی. به هر حال خیلی مشکل بزرگی نیست، گیمو تموم میکنی. حتی یه کار بهترم که میتونی بکنی اینه که این وسطی کلاینت n به اضافه 1 اضافه کنی سمت سرور، مثلا یه سروری داری اینا رو به هم وصل کرده دیگه، درسته اینا 8 نفرن، تو کلاینت 9 سمت سرور خودت میذاری، کدش این کد کلاینت فقط رندرینگ و اینا نداره، اینپوت هم جنریت نمیکنه، فقط اینپوت ها رو میگیره، سیمولیشن انجام میده، اون میدونه چیت نمیکنه دیگه، هر کی نتیجهش با اون فرق داشت اونو به عنوان چیتر میندازه بیرون. بعد این کارو میتونی تو همه بازی هم انجام ندی، چون سرورت مثلا نمیتونی همه بازی ها رو سیمولیت کنی دیگه، تو 10% بازی انجام میدی، بالاخره چیتر یه جا گیر میفته. رندوم تو بعضی بازی رو آدیت میکنی. میتونی اولش که مثلا بازی تو بتا، تو مثلا تو فاز بتا همه بازی ها رو آدیت کنی، میتونی بعدن که رفت پروداکشن کمتر آدیت کنی، هر چقدر که پروسسینگ پاور سمت سرور داری آدیت کنی. آره.
آهان اینو من میخواستم بگم که احتمالاً ما به خاطر ساپورت این دترمینیزم اصلا از فلوتینگ پوینت استفاده نمی‌کنیم. کجا؟ توی کد کالیژن و این چیزامون. همه کدهای مربوط به گیم پلی مون در واقع. مربوط به استیت دنیامون از فلوتینگ پوینت اصلا استفاده نمی‌کنیم. از فیکس پوینت استفاده از اینتجر که حتی جایی که میتونیم از اینتجر استفاده می‌کنیم، جایی که مجبوریم از فیکس پوینت اریتمتیک استفاده می‌کنیم. یعنی خودمون همه چی رو خودمون می‌نویسیم. پرفورمنس همون بد خواهد بود ولی حجممون خیلی کمه، حجم کلکیولیشنی که داریم خیلی کمه، کارمون سخته ولی خب تجربه شاید خوب باشه. این کاره رو من تا حالا تو پروداکشن انجام ندادم. سخت‌ترین قسمتش کجاست؟ سخت‌ترین قسمتش کالیژن لعنتیه، کالیژن دیتکشن سخت‌ترین قسمتش، چون ما ریجید بادی داینامیکس و این چیزا نداریم بیگه، درسته؟ همه رو میتونیم کلک بزنیم، یه چیزی منفجر میشه میخواد پرت بشه، ریجید بادی داینامیکس نمیخوایم دیگه. مثلا یه چیز میزنیم، یه پرتابه عادی سیمولیت میکنیم، خیلی هم خوب. مثلا همه چی رو کلک میزنیم، همه چی رو ماسمالی میکنیم. اون قسمتش رو، یعنی سیمولیشن فیزیکی چه نخواهیم داشت تو اون قسمت، چون واقعا کار سختیه، حوصله‌اش هم من ندارم. پروتکلش چیه؟ نتورک. این نتورکمون فکر میکنم، ببین اینجا چیزی نمیتونه لاست بشه اصلا، تو هیچ چی نمیتونی از دست بدی این وسط، برای همین نمیتونی از UDP و این چیز استفاده کنی. از UDP عادی حداقل نمیتونی استفاده کنی. اینا نمیتونه اوردرشون عوض بشه، این کارا نمیتونی اصلا بکنی. خب برای همین یا باید از کانکشن TCP استفاده کنیم که متاسفانه TCP ذاتاً به خاطر فیچرهای TCP لیتنسی داره. کند کافی نیست دیگه، یا تروپوتش پایین نیست واقعا. لیتنسی داره TCP و این دقیقاً اون چیز خیلی بدیه، لیتنسی واسه ما که نباید داشته باشیم. میتونیم روی UDP یه پروتکل ریلایبلی خودمون بنویسیم که یعنی باید UDP استفاده کنیم، منتها اوت اف اوردر و اینا رو هندل کنیم، ریسندر رو هندل کنیم، زیرش اکنالجمنت می‌خوایم حتما برای اینکه تضمین کنیم که رسیده. احتمالاً همین کارو می‌کنیم، احتمالاً از UDP استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم که یه جوری به یه جایی برسونیمش با UDP. ضمن اینکه یه لایبرری اون چند هفته پیش که به این موضوع داشتم فکر می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که احتمالاً استفاده از یه لایبرری سبکی مثل اینت احتمالاً این کار غیر قابل قبولی نیست. یعنی اوکیه حالا، چون کد نتورک واقعا کد سختیه، منم خیلی بلد نیستم اون قسمتاشو، دیباگش هم سخته، مشکلات سیستم عاملا، نمیدونم تکنولوژی ها شبکه، چون نمیتونی وضعیت شبکه الان، وضعیت اینترنت کلا یه جوریه که نمیتونی اون استاندارد و RFC ها رو بذاری جلوت، اونا رو بخونی و بفهمی چه خبره، چون یه عالمه نسبت به اون چیزی که تو اون RFC نوشته اتفاقی که دنیای واقعی داره میفته فرق میکنه، حتی تو بقیه دنیا که کارهای نورمال توش اتفاق میفته. تو ایران که وضعیت خب خیلی بدتر هم هست دیگه، اتفاقی میفته که هیچ جای دنیا نمیفته. به خاطر همین شاید شبکه رو کلا از یه لایبرری مثل اینت من استفاده کنم. اینت یه لایبرری لایت ویت که دقیقاً بهت همین، خیلی هم گیم اورینتد، که روی UDP بهت چیز ریلایبل، ترانسفر ریلایبل و ریسند و این چیزا. یه بار دیگه تاکید میکنم که همه شوترها که من از روی خبر دارم از این مدل سمت چپی استفاده میکنه، ولی ما میخوام از این سمت راستی استفاده کنیم به زور. احتمالاً یعنی احتمال من زیاد میدم که وسط راه به این نتیجه برسیم که آره پس دلیلش این بوده که همه شوترها از اون استفاده میکنن، ولی هرچی من فکر میکنم مشکل بزرگی نمیبینم. حالا لطفاً اگه اون سه نفری که این ویدیوها رو میبینن اگه مشکل رو خبر دارن لطفاً به من خبر بدن که ما نریم توش و بمونیم، ولی خب من بازم حالا بیشتر بهش فکر خواهم کرد، ولی مشکل غیر قابل حلی نمیبینم. یه سری مشکل میبینم ولی مشکل غیر قابل حلی نمیبینم. اون لگ از نظر من تو خیلی چیز دیل بریکریه. که چی؟ اون 500 میلی ثانیه، حالا 500 که زیاده برای آره آره نه میذاریش رو 100 و 100 هیچ نیست. برای اگه بخوای نانو ساپورت کنی، یعنی اینجوری خواهد شد که اگه اینترنت پلی میخوای، یه چیزی فریم ریت بازی روی این کار تاثیر داره یا نه؟ فقط رندرینگ هم تو اینپوت گرفتن هم فریمه تاثیر همین، این هم یکی از نکته هاست دیگه. ببین تو این مدل سمت راستی تو رندر، تو این رندری که من اینجا نوشتم منظورم واقعا رندر گرافیکی نیست، یعنی استیت رو تبدیل کنی به استیت قابل نمایش یا استیت قابل استفاده. رندرینگت معمولا یه لوپ دیگه این بغل داری که این لوپ سیمولیشن و لوپ اینپوتت، این لوپ هر چی باشه نشون میده.
آره اون یه لوپ سیمولیشن، یه لوپ رندرینگ اون بغل داری که استیت هر وقت آپدیت بشه اون داره کار خودشو میکنه. همون حتی چیز انجام میده دیگه، اینترپولیشن اونم انجام میده دیگه نسبت به استیت، اکستراپولیشن در واقع. مثلا بذار مثال درست بزنم، این لوپ از اینجا شروع میشه تا اینجا تموم میشه، این لوپ سیمولیشن اگه اسمشو بذاریم، لوپ سیمولیشن داره در ثانیه 5 بار اتفاق میفته یا در ثانیه 10 بار داره اتفاق میفته فرض کن، یعنی از اینجا تا اینجا 100 میلی ثانیه است. رندرینگ داره با یه نرخ متغیری داره 50 بار در ثانیه، 60 بار در ثانیه، 100 بار در ثانیه هر چی اتفاق میفته، یعنی اونور 10 میلی ثانیه، یعنی یه دونه از اینا 10 تا لوپ رندرینگ. خب برای همین کاری که رندرینگت باید بکنه اینه که استیت قبلی دنیا، استیت سیمولیشن قبلی و استیت سیمولیشن فعلی رو بگیره و با استفاده از این دوتا اکستراپولیت کنه استیت دنیا رو. مثلا پلیرت اگه داشته میدویده، حالا که 10 میلی ثانیه این استیت دویدن پلیر تو هر 100 میلی ثانیه آپدیت میشه، اینکه پوزیشنش دویدن نه، اینکه پوزیشنش کجاست، x1 x2 x3 هر چی پوزیشنش کجاست هر 100 میلی ثانیه آپدیت میشه، ولی تو هر 10 میلی ثانیه باید یه چیزی رو نشون بدی دیگه، نمیتونی که پلیرت هر 100 میلی ثانیه از اینجا بره اونجا بعد بره اونجا بپره بینشون، باید بینشون یه چیزی نشون بدی. برای این کاری که میکنی که استیت قبلی و استیت فعلی رو میگیری و میگی خیلی خوب من قبلا تو پوزیشن 100 بودم، الان تو پوزیشن 200 ام، 100 میلی ثانیه هم گذشته، پس من تو هر میلی ثانیه یه واحد جابجا میشم، پس حالا که از فریم رندرینگ، از لوپ رندرینگ قبلی تا حالا 10 میلی ثانیه گذشته، من 10 واحد جابجا شدم، 10 واحد 10 واحد این یارو رو جابجا میکنی تا وقتی اطلاعات جدید از سرور برسه. اطلاعات جدید از سرور کی رسید، حالا یه ذره موقعیت باز جدیدتر میدونی، حالا اکستراپولیشن تو با دقت بهتر میتونی انجام بدی. مگه تو الان پوزیشنشو اینو گفتیم دارم میپرسم، پوزیشن فعلی رو الان میگیری دیگه تو زمانی که کسی جلوت نمیتونه بره، درسته؟ الان میفهمی که رو فلان جا، ولی اونو بهش نشون نمیدی. آره اونو ببین تو کم کم پوزیشن فعلی رو میبری با اون سمت توی زمان خیلی کوتاه، کار رو هم میشه کرد. آره نه این کار اینو هم توضیح بدی، این کار نه کاری که میکنی اینه که تو اطلاعات برات خیلی دیر به دیر میاد. خب به نسبت لوپ رندرینگت خیلی سریع اتفاق میفته، وضعیت دنیات خیلی دیر به دیر آپدیت میشه، هر 10 فریمی که رندر میکنی تازه وضعیت دنیا آپدیت میشه. تو نمیتونی که 10 فریم دقیقاً یه چیزو رندر کنی، باز 10 فریم یه تپ بپری بازی وضعیت جدید نشون بدی، باز 10 فریم دیگه دقیقاً یه چیزو رندر کنی، باز اون فریم 10 باز یه چیز جدید که اطلاعات آپدیت شده وضعیت دنیا آپدیت شده. خب موقعی داره دیتا دروغ میبینه دیگه، دقیقاً داره دیتا دروغ میبینه. خب شاید مثلا ایمینگ و تیراندازیش اینا اونجوری خراب بشه، معلومه که خراب میشه، خراب میشه. ببین تو رفتن از خریدن خیلی مهمه این اتفاق. نه دیگه تو چیز میکنی، تو اکستراپولیشن احمقانه نیست دیگه، خب وقتی میپره که اوکی چه اشکال داره. ببین تو اینپوت خودت رو اعمال میکنی همونجاها، تو اینپوت خودت رو وضعیت دنیای خودت اعمال میکنی، منتها همیشه احتمال هست که سرور بهت بگه تو غلط کردی که پیچیدی چپ، چپت یه کسی بود یا آدم بود اونجا نمیتونستی بری چپ، تو آدم رو نمیدیدی چون تو دنیای تو نبود، یه دفعه ظاهر شد اینجا خیلی وقت کشته، پس همونی که آره تو رو کشته و کار دیگه باید کرده. ولی به هر حال ولی استخون رو گردم درست کرد، دقیقا استخون رو تو انداخت گرد، دندونات رو تو گوشش گوشواره کرد، آف درست کرد از پوست سایلنس آف بلند. به هر حال چی داشتم گفتم؟ آها تو اینپوت خودتو اعمال، ببین یه عالمه اینجا تریک هست بازی شوتر میزنن، حتی باید وضعیت ببین حتی سیمولیشنه آره که ما از سیستم استفاده نمی کنیم، خب همین کارو نمیتونیم ما بکنیم، من حوصله ندارم اونا رو پیاده کنم، باش دروغه، برای خیلی سخته و هیچ وقت هم به خوبی فیل شوتر مثلا تف لایف و کانتر استرایک و این چیزا نخواهد بود دیگه. گات کاست مرسی بله اویلیبل اون استیم اکتبر 3 ایتس دان ایتس دان مرسی. خب کاری که میتونی بکنی این که استیت دنیایی که میاد استیت آینده واقعا برات بیاد، یعنی سیمولیشن جلو باشه. تو چطور اینپوتتو میتونی بندازی جلو؟ تو میگی اینپوتی که اومده مال الان نیست، مال 100 میلی ثانیه دیگه است، سیمولیشنت هم برای 100 میلی ثانیه دیگه انجام بدی. اینپوتتو میگی مال 200 میلی ثانیه دیگه است، سیمولیشنتو برای 100 میلی ثانیه دیگه انجام میدی. بعد نتیجهش که میاد نتیجه مثلا مال 20 میلی ثانیه آینده است، چون 80 میلی ثانیه مثلا لگ داشتیم، نتیجه مال 20 میلی ثانیه هنوز جلوتره، پس این 20 میلی ثانیه میتونی وضعیت از وضعیت آینده دنیات خبر داری، میتونی اینترپولیت انجام بدی بین وضعیت فعلی و وضعیت آینده، اینترپولیت انجام بدی به جای اینکه بین وضعیت قبلی و وضعیت فعلی اکستراپولیت کنی از روی این دوتا، میتونی واقعا بین دو وضعیتی که واقعا هست اینترپولیشن انجام بدی که خیلی هم به یوزر دروغ نشون ندی.
ولی اینجوری باز لگ اضافه میکنه دیگه. اون سیمولیشن رو بخوای بندازی تو آینده یه لگ اینپوت داری چون میندازی تو آینده، و سیمولیشن رو میخوای بندازی جلوتر اینپوتت باز بیشتر میفته جلو، کلا لگ بیشتر میشه، لگ بین اینپوت تا ویژوالیزیشن تا رندر لگ بیشتر میشه. اینا همه ترید آف دیگه. تو اگه لگ رو قبول کنی همه چی اوکیه، ولی لگر دروغ نمیبینی. لگر قبول نکنی دروغ داره میبینی، اصلا استیت واقعی دنیا رو نمیبینی. ولی خب اگه لگ یعنی لیتنسی نتورکت یه میلی ثانیه دو میلی ثانیه باشه، مثل وقتی که لون لن هست یا وقتی که بقیه دنیا دارن، این مشکل رو اصلا نداری دیگه. وقتی که پینگ 150 300 این مشکل رو داری، پینگ وقتی 20 این مشکل رو نداری. ولی گیمه در نهایت انتخاب نمیکنه چه سیستمی بره، یه راه داره که چه رو لند باشه چه رو چیز باشه. چیزی که میتونی انتخاب کنی اینه که چقدر این بوته رو بندازی جلو. اتفاقا خیلی انتخاب معنی‌دار و خیلی چیز درستیه. رو لند میتونی این بوته اصلا این بوته بندازی یه فریم بندازی جلو، مثلا 100 میلی ثانیه بندازی جلو که اوکی، هیچ لگی احساس نمیشه، هیچی نمیبینی. فریمای سیمولیشن هم مثلا حالا 50 میلی ثانیه بره جلوتر همه چی اوکی خواهد بود، دیلی هم کلا همون 100 میلی ثانیه است. رو لند روی اینترنت میتونی اینپوت رو 300 میلی ثانیه بندازی جلو، فریم های سیمولیشن هم 150 میلی ثانیه آفست بکنی نسبت به اون، کلا 300 میلی ثانیه لگ داشته باشی، ولی اون وقت لیتنسی 150 میلی ثانیه رو بتونی کاور کنی. انتخاب کاملا، میتونی وضعیت خیلی بده بیشترش کنی، لگ اینپوتت خیلی بد میشه، ولی چیز اکسپریانست خراب نه، فقط لگ اینپوت داری، یعنی میری جلو ولی نمیره. ولی اینجوریه که اگه یکی تیر بزنی تیر حتما بهش میخوره. چی میگم؟ چون دو تا مسئله است دیگه. میخوای تیر بزنی هم تیر نمیتونی بزنی دیگه، چون دیگه موست کنتر حرکت میکنه، یعنی موست درست حرکت میکنه اتفاقا، ولی وقتی دکمه تیر رو میزنی، یعنی اگه تو ببینی رو کامپیوتر، اینو میخوام بگم که اگه رو کامپیوتر خودت ببینی که تیر خورد به یارو، واقعا تیر حتما میخوره به یارو، حتما خورده. اینجوری است که رو کامپیوتر خودت یه چیزی ببینی و واقعا یه اتفاق دیگه افتاده باشه، ولی سخت‌تر میشه زدن تیر به یارو. اگه بتونی بزنی تیرت میخوره. ولی دقیقاً تو میتونی طبق شرایط اینترنت، طبق اینکه رو لن یا آنلاین داری بازی میکنی دقیقاً ادپت کنی، منتها اکسپریانس بازی فرق میکنه. یه بدی که داره اینه که اکسپریانس بازی فرق میکنه دیگه. ترن بیسد یه جوری، آره یه جوری ترن بیسد دقیقاً. بنا سویساید کلا هر 10 ثانیه یه بازی شروع در جنب آی پی ای که از ایران سر گوشته اومده اون چاره دیگه. ایران اومده چون آره اگه یه روزی تو مثلا یه بازی مثل هارتستون این فیچر اضافه بشه، مطمئن باش نوزدرومو میشه محبوب ترین کارت دنیا، کارت هارتستون، چون همه جلوی ایرانی نوزدرومو بازی میکنن و ایرانی همه میبازن، چون فقط 15 سنی طول میکشه تو ببینی چه خبر شد بفهمی ترن رو عوض شد. اوکیه؟ آره بزید. اوکیه، بازم تاکید میکنم این سمت راستیه رو من میخوام پیاده سازی کنم، نه به خاطر اینکه این کار رسمه برای شوترها این کارو میکنن، بخاطر این کار اولا کانسپچوالی ساده تره، پیاده سازیش ممکنه ذره سخت باشه. اینو فکر کنم از اول ویدیو تو صفحه مشکی بنویس، این شما دیدن این ویدیو قبول میکنید که ما آره روش استفاده میکنیم. آره اینجوریه کلا ویدیو کلا چیز تو یوتیوب هر شباهت با الگوریتم واقعی و گیم واقعی کاملا فیکشنال ترافتی نداره به ویدیو گیم که ممکنه بشناسید. اول فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین می نویسه که هر گونه شباهت اون یارو اسم دیکتاتورش چیه؟ اسمش ایفلر یا نمیشه تو چی؟ خلاصه هر گونه شباهت اون دیکتاتوره به سلمونیه تصادفیه. چارلی چاپلین دو تا نقش بازی میکنه، دیکتاتوره و اون یارو سلمونیه. فکر آره دیگه سلمونیه رو بازی میکنه، نمی نویسه به چیزهای واقعی آدم های تصادفه خیلی برحال مهم است. پرانتز بسته. داشتم تاکید میکردم. داشتم تاکید میکردم روی موضوع که سمت راستی رو میخوام اجرا کنم، به خاطر اینکه کانسپچوالی ساده تره، الگنت تره، قشنگ تره، یه سری فیچرهای خیلی خوب داره و کلن جالب تره به نظر من این سمت راستی. مثلا چپی اگه دوست دارید برید چه میدونم کد هاف لایف رو بخونید، به من ربطی نداره، یا مقاله های ولو اپیک یا علائم مقاله در مورد اون برای هستم، در مورد سمت راستی هم مقاله البته زیاده، به هر سمت راستی به نظر من جالب تره، من بیشتر چیز یاد میگیرم تا سمت چپیه. پیاده سازی شما تقریبا سخت تره ولی مشخص تر و تمیز تر در نت آخرش. از یه نکته مثبت دیدم میشه بگم سیلور لاینینگ.
نتورک پس بذارم من بنویسم سنترستی دترمینیستیک پیر تو پیر پیر تو پیر اینجوری میسن پیر تو پیر سیمیلیشن اسمش احتمالاً یه اسم بهتری داره این آرکیتکچر من نمیدونم اسمش ولی چیه حتما یه اسم بهتری از این چیزی که من الان نوشتم داره گفتم یکی از ساید افکت هایی که از این سیستم میخوام استفاده کنیم یا ساید افکت منظر من اینه که من نمیخوام از فلوتینگ پوینت استفاده کنم پس من باید فیکست پوینت اریتمتیک رو خیلی جدی بگیرم و باید پیاده سازی کنم یعنی یه همچین ریکوایرمنتی داریم حتما بعد دیگه چی؟ منطقه نتورک ما احتمالا دیر شروع میکنیم چرا نه به کد گیم پلی که هر کدی در مورد گیم پلی که برسیم باید حتما سپورت اینو بذاریم ببین این ساید افکتش اینه که ما دو تا لوپ خواهیم داشت به این موضوع هم باید کم فکر کنم خیلی بهش فکر نکردم یه لوپ آره دقیقاً یه لوپ رندرینگ و آره یه لوپ آوتپوت در واقع داریم و یه لوپ سیمولیشن و اینپوت و غیره که خیلی هم جدیه موضوعش اصلا سینک نیستن نه ببین ما میتونیم اگه فریم ریتمون رو فیکس کنیم تو رندرمون فریم ریتمون رو فیکس کنیم کنسولی فیکس کنیم یعنی مثلا حتما 60 مثلا فریم ریتمون رو بعد میتونیم اینا رو به هم چیز کنیم یه نسبتی به هم بگیریم دیگه مثلا بگیم که من چیزمو سیمولیشنمو لوپ سیمولیشنمو 6 بار در ثانیه ران میکنم چرا مهمه اصلا این سینک بودنه انقدر فرکانس رندرینگ بالاتر از اینپوت نتورکی که دیده نمیشه که چی دیده نمیشه این مثلا من وسط رندرینگ هم دیتا جدید بیاد برام یه فریم عقب میفته دیگه نه سینک بودنش اونقدر مهم نیست ولی به هر حال همیشه فرض بتونی بکنی که اینا با هم سینکن هر یه فریم سیمولیشنت مثلا معادله 10 فریم رندرینگت اگه بتونی این فرض رو بکنی بالاخره یه جای کمکت میکنه دیگه اینا موازی که ران نمیشن با هم دیگه درسته توی خطیر اجرا میشن دیگه مثلا لاجیکو آپدیت میکنی بعد رندرش میکنی اگه لازم باشه آره مثلا یه بار لاجیکو آپدیت میکنم 10 تا رندر میکنم باز میام لاجیکو آپدیت میکنم باز 10 تا رندر میکنم آره اینجوری نیست که مثلا مالتی ترد دو اینا باشه حداقل پلنی الان ندارم برای اون احتیاجی نیست واقعا میتونیم باشیم ولی من نه چالش بی خوده این وسط تو این بلبشو حالا تریدینگ هم بخوایم اضافه کنیم چالش بی خوده don't trade on me کم عصبانی بودی ولی خب این مسئله مهمیه باید اینو مشکلات خوبی واسمون ایجاد خواهد کرد همین مسئله دوتا لوپ ها مشکل خوبی برام ایجاد کرد سر انیمیشن سر این چیزا حالا خواهید ببینم ماها آینده رو بیشتر هم دیگه نگاه کنم اون رو نه میدونی که چه اتفاقی میفته دیگه من لوپ سیمولیشن رو یعنی فرکانس رندرینگ رو میذارم رو سیمولیشن چون 5 بار در ثانیه اتفاق میفته رندرینگ اونم 5 فریم پر سکند 5 فریم پر سکند رندر میکنیم پیکسل آرت دیگه چطور تو چیز میشه رزولوشن آورد پایین توی پیکسل ها میشه رزولوشن آورد پایین تو تایم نمیشه نکته اینه که آتاری هم ریل تایم بازیاش حتی آتاری قبلتر از تی وی گیم هم ریل تایم چند فریم پر سکند دارم نا به مونیتور مثلا رب دارم به تلویزیون آره نه اونا خیلی جدی رو تلویزیون هم دیگه مثلا 25 اگه پال باشه یا هیچ NTFS NTSC اگه باشه به اونش اون باشه NTSC چقدره 25,000 تقسیم بر 1001 آره اینه 24 رو خوده ای 29,970 یا 24,960 بوده چقدر خب اگه حرفی نداریم این ویدیو رو تموم کنیم پرسش و پاسخ نخواهیم داشت قاعدتا یه پرسش و پاسخ علکی اضافه میکنیم فقط برای اینکه چیز کنیم دیگه فقط برای اینکه ویدیوش جاش خالی نمونه البته فعلا خداحافظ